بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، هفتم آبان ماه 1397، همینطور که اینجا میبینید برابر با نوامبر، نه برابر با 29 اکتبر. اجازه بدید ضمن تشکر از علی آقا که این تاریخ ها رو برای ما میفرسته، این رو هم من عوض کنم به 29 اکتبر. یک لحظه، ایشون هفت روز رو به فارسی و انگلیسی میفرسته و ما اینجا ازش استفاده میکنیم. سالهای سال ای کاش همه اینجوری سر قول قرارشون میموندن، ولی چه باید کرد، همه مثل هم نیستن. دوستان عزیز در فیسبوک هم به شما سلام، اگر امکان داره براتون این صفحه ما رو با دیگران به اشتراک بذارید. به قول یه دوستی گفت این کمترین لطفیه که شما میتونید در حق یه نفر که برنامه هاشو نگاه میکنید انجام بدید. و اما یه شعری بود میگفت چه خبر از ایران. حالا ما تو آمریکا هستیم، اگه شما میپرسید چه خبر از آمریکا، تیره و تار. به همین خاطر با وجودی که اینجا الان ساعت 2 بعد از ظهر است، من این عکس شب رو گذاشتم و این مجلس هم که فعلا تعطیل هستن، اینا هم والا از شاگرد مدرسه های ایران بیشتر تعطیلن، چپ و راست میرن تعطیلی تا حالا برگردن. ببینیم وقتی برمیگردن بعد از انتخابات، امیدواریم که دموکرات ها برنده شده باشن، چون قول دادن اگر برنده بشن شاید بتونن این ترامپ رو، افسارش رو در دست بگیرن. ولی امیدی هست، ضمن این که دیروز، نه پریروز، شنبه اینجا متاسفانه در یک کنسا میگفتیم یا تمپل میگیم، این مسجد دوستان کلیمی یا محل عبادتگاهشون رو، اینجا یک دیوانه‌ای رفت و 11 تا از این دوستان کلیمی رو کشت و چند تارم زخمی کرد و گفته بود که من باید برم چون این کلیمی ها کمک میکنن به مهاجرین بیان اینجا و این مهاجرین دارن آمریکا رو از بین میبرن. این حرفایی که من میزنم شما رو یاد حرفایی کی میندازه؟ بله، حرفای ترامپ. حالا بگذاریم که این یکی با خود ترامپ هم خیلی خوب نیست، چون میگه ترامپ اطرافیانش یه مشت کلیمی و یهودی و صهیونیست هستند، منظورش دخترش، نوه‌هاش و اینها هست. در هر صورت ترامپ به خاطر اینکه این چند مدت برای میان دوره‌ای، چون میدونه دو سال گذشته هر کاری که گفته، قولی که داده به انجام نتونسته برسونه و درمانده شده، مردم هم ناراحتن و ممکنه عوضش کنن، حالا اومده سیستم بترسون مردم و حکومت کن رو راه انداخته. ای لشکر داره میاد، لشکر خارجی، و میخوان اینجا رو تسخیر کنن. نمیگه میخوان مهاجرت کنن، میخوان تسخیر کنن. والا قبل از اینکه با شما صحبت کنم، دو نفر اومده بودن اینجا کار کنن، دو تا اسپانیش، بیچاره خانمش هم آورده بود با خودش، خودش و خانمش کار میکنن، احتمالاً اینا بچه‌هاشون مدرسه هستن، همین الان که داره کار میکنه به فکر اینه که بچه‌ش هم بفرسته دانشگاه. در صورتی که همین کار رو ما به شرکت‌های آمریکایی که گفتیم، اولا شرکت‌های آمریکایی همه‌شون دفتر و دستک دارن، اون آخر کار کار رو باز اسپانیشا انجام میدن، ولی به خاطر دفتر و دستک و ماشین و خونه‌شون شما رو چند برابر نقره داغ میکنن. بله یه جورایی هم حق دارن، چون اوورهد دارن، خرج آفیس دارن، خرج شرکت دارن، خرج ماشین دارن، و شما حقیقتا یه نفر میخوای بیاد برات کار کنه، ولی باید پول 10 نفر رو بدی یا 11 نفر، 10 نفر مفتی همینجوری نشستن. بله نشستن اونجا فکر میکنن کار میکنه، ولی کار نمیکنه، کار سازنده و کار چیزی نیست. در هر صورت این ماجرای آمریکان، اگه اینا برن، طالبی که شما میخری $1 میشه $5، گوجه فرنگی که میخری $1 میشه $10، و برنجی که نمیدونم میارن پاکتی بسته‌ای $10 میشه $50 و الی آخر. اینم از این ماجرا. یه نفر رفت توی محل
مسجد دوستان کلیمی، همشون یکی هم. آقا چرچ و کلیسا و مسجد و کنیسا و اینا همشون یکی هم. یه دینه، یه جای عبادته. همشون هم میگن شما باید بیای اینجا، خدا کوره، خدا شما رو تو خونه نمیبینه عبادت میکنی، باید بیای اینجا پول بریزی توی قوطی ما تا به اصطلاح خدا بفهمه که تو به ما اطمینان، بهش ایمان داری. اینم دیوانه بلند شده رفته اونجا، زده 11 نفر رو کشته، چند نفر رو زخمی. ولی نکته جالب اینه که تمام اونایی که حالا این خودش زخمی شده، بردنش بیمارستان، کمکش میکنن، دکتر کلیمی، بیمارستان کلیمیا، پرستار کلیمی، و فکر کنم تا از اونجا بخواد بیاد بیرون یا باید خودکشی کنه یا اینم دینشو عوض کنه و کلیمی بشه. خب دوستانی که میخواین تو برنامه‌های کانون آوا شرکت کنید، بله ما این شماره تلفن، ایمیل، فیسبوک خودمون رو نوشتیم، ولی ترتیب برنامه‌ها، تهیه برنامه‌ها در دست کانون آوا و دوستان هست. اونا تصمیم میگیرن. لطف کنید با خود اونا مستقیم تماس بگیرید، چون شما با من تماس میگیرید، من وقتی برای اونا میفرستم، تازه بعضی وقتا که باهاتون تماس میگیرن یکم ناراحت میشین که چرا خود سوربی تماس نگرفته. دوست عزیز بیاین با قانون بازی رو یاد بگیریم. یکی از مشکلات ما اینه که میخوایم بریم یه جا بازی کنیم، قانون بازی رو اول نمیپرسیم، بعد بازی میکنیم، اونا ناراحت، ما ناراحت، میکنن اون بیرون. در اصل قانونش رو بدونید. ببخشید که خیلی سوال کردم و اینها، همینجاست که بله دوستان، این ماجرای کمک به بچه‌هایی که نه فقط بچه‌ها، خانواده‌هایی که توی ایران ممکنه گرسنه باشن و احتمالاً همیشه هست، بوده و هست و خواهد بود، و کمکی که خانم دکتر نسترن زنوسی و همسرشون انجام میدن، خیلی ممنونم. مثلا مینا خانم از آلمان الان میتونم بگم چند ماه ما رو فراموش کرده، کمک به تلویزیون مردم نمیکنه، ولی بازم ممنونم. همین که ما آمدیم گفتیم اینجوری، خب نشون میده که ارجعیت میره برای اونهایی که گرسنه هستن. منو که شما اینجا میبینید هر روز دارم چاق و توپلتر میشم، خب میگید که این اگه بخوره منفجر میشه، پس بدیم به اونایی که تو ایران هستن. خانم زرنوسی لطف کردن امروز این عکس کارت بانک رو فرستادن و نوشته ملی کارت. من فکر کردم کارت ملیه، گفتن این مال بانک ملیه. در هر صورت خیلی جالبه، میگن تو ایران شما همین شماره رو که داشته باشید میتونید کارت به کارت انجام بدید، مثل که راه های دیگه داره، با تلفن پول میفرستن. و به نظر میرسه که ما عقب ترین کشور همین آمریکاست. اینجا آقا از حساب خودمون میخوایم به یه حساب دیگه پول بفرستیم، یکیش میگه 3 روز طول میکشه، یکیش میگه 5 روز طول میکشه، و واقعا خیلی وضع بده. باز برگردیم به اون درصد، اینو بنویسید، حالا من عکسش هم ممکنه بذارم روی فیسبوک یه جوری، یا اگه خواستید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. شماره تلفن مستقیم خانم زنوسی هست 202-580-91-37. همین الان هم این تلفن ما هم آمد، نه این نیست، 202-580-91-37. دوستانی تماس گرفتن، از اونها ممنون و متشکرم، و به خانم زنوسی گفتم که شما برای این کاری که انجام میدید باید احتمالاً پیپل، یه حساب بانکی اینجا، یه حساب بانکی تو اروپا، یه حساب بانکی توی به اصطلاح ایران، و آدرس پستی، شماره تلفن. حالا تلفن دارن، ولی اگه تلفن مزاحمتون میشه، شب روز وقت بی وقت، نه اونا مزاحمتون میشن، تلفن مزاحمتون میشه، یه تلفن گوگل وایس بگیرید که فقط پیامگیر داشته باشه. بعضی وقتا این کارا رو که انجام میدیم، بعد میرسیم به اون شرکتایی که میگیم آقا به این شرکت ها اگه کمک میکنید اینها اینقدرش میشه هزینه کار و اینها. خب میبینیم خودمونم روز اول میریم ایران با ذوق و شوق یه پولی میدیم، میبینیم بچه خوب شد، 100 دلار که دادیم 100 دلار رسید به دست اینا. دفعه دوم که مثلا به شوهر خواهرمون میگیم بیا بریم، میگه من امروز کار دارم، شما زنگ بزن یا آژانس بیاد.
ببینی اه از این 100 دلار 10 دلارشو باید بدی به یه آژانس. وقتی میری اونجا حالا میای به دوستان میگی، دیگه نمیتونی بگی من 100 دلار که میگیرم 100 دلارش میرسه دست اونا. بخوای حقیقت رو بگی، باید 100 دلار که میگیری 90 دلار میرسه. بعد اینا میگن بانک نامه این مخارجی که انجام میدی میشه 100 دلار که میگیری 80 دلار. امیدوارم به جای نرسه که 100 دلار که میگیریم 8 دلارش به اونا برسه، ولی اگر رسید باز هم جای شکرش باقیه که شما میتونی با این 8 دلار، با این 10 دلار، یعنی با 100 دلاری که میدی 8 دلار 10 دلارش اون آخر برسه دست اون. اون روز وقتی ما صحبت میکردیم آقای چمنارا یه داستانی گفت که یک نفر یه پولی رو، یک گدایی بوده و یه پولی و فلان اینا. گفتم والا این داستانی که شما میگید من یاد داستان رضا شاه میندازه که میره از یه سربازخونه دیدن کنه، به سربازا میگه همه چیز خوبه، سربازا میگه نه آقا من توی ده کار میکردم، کمک بابام بودم اینا، شما من آوردید اینجا، همین مایی سه شش تنرم که میدی نمیدونم، زمان شاه تازه 13000 درشای بود، یک ماه سرباز کار کنه 13000 درش. حالا خودشون چقدر حقوق میگرفتن که پسر 62 میلیون فقط تازه میگه، دروغ میگه، چقدرش نمیگه، ولی همینم نمیدادن یا همون سه شایستی هرچی بوده اونم نمیدادن. وقتی به رضاخان شکایت میکنه، رضاخان هم که فکر میکرد خیلی دانشمنده، یک دست میکنه تو زمین و یک انقدی برف ور میداره میده به سرباز اولی، میگه اینو بده به دومی، بده به اون آخری. وقتی میرسه اونجا میشه انقدر، میگه دیدی؟ گفتم ببخشید ای خاک بر سرت، باید میرفتی دنبالش ببینی کی پول اینا رو میخوره، همونجا گردن میزدی، مگه نمیگن تا آدم قاطعی بودی، آدم فلانی بودی. نشون میده اینا همشون به قدرت که میرسن کر و خر و گو، نگو خر نگو کر. این دوستمون همشهری اونم هست، آقای فرشید یا فرشاد، نشته آقای استوری من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی هم حرفات قبول دارم، ولی بعضی از حرفات قبول ندارم. گفتم خب نشون میده که مثل خانواده، مثل دوست قرار نیست من هرچی میگم شما هم درست کپی من باشی، اون وقت یا من مینیمی هستم، مینی شما هستم، یا شما کپی من هستی و ما دو تا انسانیم، دو تا عقیده مختلف داریم و اینها. و گفتم خب حالا یک کاش نوشته بودی سر چه چیزایی عقیدت با من فرق میکنه که من نگاه کنم اگه درست میگی درستش کنم اینا. گفت آخه شما به خانم فره میگی فره، ایشون شهبانوه، به رضا میگی رضا، تازه بعض وقتا میگی رضا تنبه. گفتم آقا جان اولا این آقا رضا و این خانم فره اگر واقعا آدمای درستی بودن به حرف رضا شاه گوش میدادن، پیش نمیدونم چی میگن این کلمه هایی که مثلا حاج فلانی، میرزا فلانی، پیشوند و پسوندای اسامی رو دور میریختن، شهبانو یعنی چی، خانم فرع دیبا، بعد تو ایران خانما فامیلشون عوض نمیشد. بله حالا شما بگید فرع دیبا پهلوی، ولی ایشون خانم فرع دیبا، این آقا هم آقای رضا پهلوی. ولی وقتی یک کسی سرشناس میشه دیگه لازم نیست شما بگی آقا. وقتی یک کسی رئیس جمهوره دیگه نمیگنش رئیس جمهور روحانی، میگن روحانی، دیگه شما میشناسی، ترامپ شما میشناسی، سوربی شما میشناسی، که اینا رو بهش میگن پابلیک فیگر. برای پابلیک فیگر دیگه من دیدم بعضیا اشتباه، مثلا میگه آقای جناب سرهنگ، اصلا غلطه، این چیزا رو ما درست استفاده نمیکنیم. بعد گفتم آقا شما میخوای منم مثل مجریای لس آنجلس یه مش بافوری و تریاکی و قمارباز و دروغگو اونجوری باشم؟ خب اگه اینجوری باشم که منم میشم طرفدار اون برای ما 1000 دلار، طرفدار اون برای ما 1500 دلار. نه آقا خیلی ممنون، همشهریمونم هستی، نگه میداریم. بله من اگه بخوام صحبت از شما کنم وقتی اسم مادرت میام میگم مادر گرامی شما، ولی این فرع واقعا هرزه است. کسی که به پسرخاله خودش توی کاخ میگه که چرا رفتی گزارش منو دادی به مادرم، نمیدونم که من دوستم میاد اینجا اینجوری و اینا، کسی که با شاه جدا میخوابیده، کسی که خودش هر کاری میخواسته و عدس آخر بهش میگه من اختیار وسط پای خودم رو دارم یا نه،
شما اینا رو برو بخون، اگه شما هم اینا رو نگاه کنی و بخونی اینها میفهمی که من چیزی بی خود نمیگم. سلطنت طلبی هم ورژن جدید دین خویی است. دوستان فقط دین خود را عوض کردن. بله، یعنی در حقیقت شاه اللهی و حزب اللهی هر دو یه چی هستن. اینه که شما میگی کاملا درست. و اما من اینجا هم نوشتم اول برنامه راجع به آقای لادن صحبت کنم، ولی خب بعضی وقتا برنامه که شروع میشه ما میریم یه دنیای دیگه. اولا امروز دوشنبه 29 اکتبر هست، برابر با 7 آبان ماه، و روز جمعه وقتی که من با آقای لادن مصاحبه کردم، بعدش تا دیروز تا امروز حتی خیلی از شماها به وسیله تلفن و تماس‌های دیگه فیسبوکی و ایمیل و اینها گله کردید که آقا شما انتظار دارید هر کسی که میاد اینجا رهبر یه جنبش باشه، رهبر یه حزبی باشه، و همون دیوونه بازیایی رو که دیگران در میارن از حخاب و فولادوند و همین رضا عقب افتاده و اینا انجام بده. آقای لادن خودش از اول گفته آقا اسم اینجا اندیشکده است، مثل یه دانشگاه. شما که نمیتونی به دانشگاه بگی آقا برنامه فردات برای آزادی ایران چیه، میگه آقا من برنامه‌ای ندارم، من فقط میخوام مردم رو آگاه کنم. و این آگاهی همون جوری که آمریکایی‌ها میگن knowledge is power، یعنی آگاهی قدرت میاره، یا آگاهان توانمندند، یا اون چی بود، توانا بود هر که دانا بود. اونها به پس فردا نگاه میکنن که امروز مردم را آگاه میکنن، فردا مردم خودشون را آزاد میکنن، پس فردا ایرانی آباد و جهانی آزاد خواهیم داشت. آقای لادن هم همون جوری که تو برنامه هم گفتن از اون نوع سوال من که من سوال رو که میپرسم هنوز ایشون پاسخ نداده، میگم من باش اشکال دارم، میگن این اصلا از لحاظ چیز درست نیست. و وقتی من فکر کردم دیدم درست میگن، من باید سوالو مطرح کنم، بعد به عنوان یک کسی که این سوال رو جواب داده آقای لادن، حالا منم تو اون جلسه حضور داشته باشم، بگم نظر من اینه و سعی میکنم این کار رو انجام بدم. البته من با آقای لادن گفتم آقا به نظر میرسه که ما باید اتفاقا با شما این خط آتش و کراس فایر رو ادامه بدیم، چون هر وقت که برنامه ها اینجوریه دوستان بیشتر تماس میگیرن، دوستان بیشتر عکس العمل نشون میدن. ولی براتون بگم آدم های خوب اینجوریان. آقای لادن میگه من نمیخوام هیچ چیزی به اصطلاح قلابی باشه و من میخوام این حقیقت باشه، من میام درباره این موضوعات صحبت میکنم. بله شما هم صبر کن، نظرتو بگو، دیگران هم نظرشون رو بگن، و ما اگر هر دفعه صحبت میکنیم یک نفر یک کم قلقلک بشه که بره دنبالش آگاه بشه، برای ما کافیه. یاد اون چیزی افتادم که میگن یه نفر دیدید صبح زود وقتی کنار دریا قدم میزنید، یه سری به خاطر این جزر و مردی که انجام شده، نمیدونم شب مرد میشه، درست به خاطر جزر و مردی که انجام میشه، یه سری حیوانای دریا، اونایی که به اصطلاح مردن از بین رفتن، یا اونایی که دارن میمیرن، خیلی وقتا این کوسه های خیلی بزرگ میان یه جایی که کم آبه، بعد که آب میره آب با سرعت میره، اینا نمیرن میمونن، مردم میرن کمک میکنن. میگن یه نفر یه روز داشته میرفته و این ستاره های دریایی تعداد خیلی زیادیش کنار ساحل افتاده بوده و این ور میداره یکی یکی پرتاب میکنه توی دریا. دوستش بهش میگه تو فکر میکنی همه اینا رو میتونی برگردونی به دریا و این کاری که میکنی هیچ اثری نداره؟ میگه ممکنه من نتونم به همه اینا کمک کنم و برای اینا همه اثر داشته باشم، و برای اون یکی که انداختمش توی دریا و زنده موند به احتمال زیاد 100% کمک بودم. از این بابت از آقای لادن به خاطر روز جمعه من عذرخواهی میکنم و سعی میکنم برنامه ها رو اگه من مجری هستم به عنوان یک کسی که سوالو میدونه، احتمالاً طرز فکر آقای لادن رو هم میدونم، نپرم پیش قضاوتی نکنم. این همون به اصطلاح پرژدیس که میگن اینه دیگه، پیش قضاوتی نکنم. و اما این درباره آقای لادن،
امروز ساعت 2:30 با آقای جلیل مرتضوی هستیم، دقایقی از ایران و جهان برامون میگن. و میدونید که هفته گذشته روز چهارشنبه یه نفر شروع کرد بمب فرستادن، تا امروز میگن 14 تا بمب فرستاده. جمعه پیدا شد، معلوم شد اینم کارش خیلی خراب، دیوانه است. اصلا کسایی که تو این سن و سال نه خانواده‌ای داره، حتی مادرش از خونش انداخته بیرون. اولا کسی که 56 سالشه هنوز با مادرش زندگی میکنه تو آمریکا مخصوصا، این خودش یه نکته خیلی منفیه. بعد نه خانواده‌ای نه چیزی، به نظر میرسه وضعیت جنسیش هم درست نیست، چون توی باشگاه‌هایی که برای مردا لخت میشن، این با وجودی که مردی هست و مسن هست میره اونجا لخت میشه، استریپتیز میکنه و نگاهی صورتش هم بکنی ابروها رو خال کوفته، موها رو نمیدونم رفته چیز کرده، به خودش استروید زده و اینها، ولی طرفدار سفت و سخت ترامپ، این دیوانه‌ای که بمب فرستاده. و وقتی بمب منفجر نشد، اون دیوانه ترها توی فاکس نیوز و تندروهای دیگه گفتن آقا اصلا این کار دموکرات‌ها بوده. اون دیوانه، این چی اسمش، کرم شده الان ول نمی‌کنه، چون سالی 20 میلیون دلار پول میگیره، این میگفت شما نامه ها رو نگاه کنید چه جوری صاف نوشتن، این معلومه که یه شرکتی این کار برای اینا انجام داده، یه دستگاه. در صورتی که این دیوانه از توی ونش، از توی ون چی میشه، این مثل مینیبوس های کوچولو، اصلا تو اون زندگی میکنه، تو اون همه کاری انجام میده، از تو اونم اینا رو فرستاده. حالا باید صبر کرد، چون امروز بعد از ظهر قراره اون بره جلوی دادگاه، جلوی قاضی و قاضی بگه. ولی زمینه برای اینکه اینها همه مرض روانی دارن ساخته شده، انگار اینکه اون مسلمونی که میره خودشو منفجر میکنه مشکل روانی نداره. بله اونم مشکل روانی داره، ولی مشکل روانیش از کجا شروع شده؟ از اینکه شما زدین خانوادش تیکه و پاره کردین، کشتین، قرنها استثمارشون کردین، استعمارشون کردین، حالا فکر میکنه قدرت داره میاد هم خودشو منفجر میکنه هم شما رو. اونم به یه نوعی بیمار روانیه، ولی اون تا میشه میگن مسلمون فلان، ولی اینها هیچکی نمیگه این مسیحی سفید پوست فلانه. ولی بنازم این کاری که انجام شد تو پنسیلوانیا، با وجودی که بالاخره آدم آزرده میشه و متأثر میشه اینا رو میبینه، یه حسنی داره، کسی زورش به ترامپ نرسید مگر اینکه این کلیمیا و این کار رو انجام داده. دیروز نماینده مجلسشون اینها گفت که ترامپ تا نگه، یعنی ببخشید، تا نامه غلط کردم گو خوردم نامه پر نکنه، نمیذاریم بیاد حتی پنسیلوانیا. و این پنسیلوانیا استان 2-3 سال با اینجا فاصله داره، یکی از شهرهای مهمیه که به ترامپ رأی داد، چون اینجا کارگران صنعت آهن و اینها بودن و خیلی ها بیکار شده بودن، اصلا اسم تیمشون هم استیل هست، آهن و اینا. بمانه بلکه اینا بتونن جلوش بگیرن، بلکه دخترش که کلیمی شده بتونه جلوش بگیره، بلکه نوه‌هاش، بلکه دامادش. و تبریک با آقای ترامپ، بیشترین کشته شدگان کلیمی در تاریخ آمریکا در دوره ترامپ انجام شده و الان بدترین شرایط عصبانیت بین طبقات مردم هست. و میگن معمولا همچین موقعی کار یک کسی که 50 میلیون نفر رو توییترش هستن اینه که بیاد از اتحاد، وحدت، یگانگی صحبت کنه و این احمق هیچ کاری نمیکنه جز این که میره و مردم رو میترسونه و یه عده‌ای که مثل این دو نفر، یکیش 46 ساله یکیش 56 ساله، مرض مغزی دارن و آدمای عقب افتاده تو جامعه هستن، تفنگ رو بر میدارن یا بمب رو بر میدارن، فکر میکنن به این وسیله میخوان جامعه رو درست کنن. اینم از این مسئله. و اما حقوق شما در برابر پلیس، آقای ایران بومی یک چند تا برنامه خوب اینجا داشته که من فکر میکنم کمک خوبی هست به ما ایرانی ها که حق و حقوق خودمون رو بدونیم، یاد بگیریم. و روز شنبه برای من یه چیزی فرستادن که وقتی مشکلی پیدا میکنیم با پلیس چگونه با پلیس رفتار کنیم. شما دیدید حتما یه اشکالات خیلی ساده، مثلا پلیس یه نفر رو نگه میداره برای مثلا بگه چراغ ماشین شکسته،
یه دفعه اون طرف عصبانی میشه، پلیس میگیرتش، زندان فلان، میکشتش فلان. ایشون درست یاد میده توی این صفحه فیسبوکش که چگونه با اینها رفتار کنیم، و یک مصاحبه ای رو هم روی یوتیوب انجام داده که من اون رو هم براتون میذارم. وقتی با ایشون داشتم از طریق فیسبوک کل کل میکردم، ایشون برای من نوشت که همین الان در آلمان، در ایالت هسن، فکر کنم منم اونجا بودم، امروز قانون اساسی ایالت هسن و حکم اعدام شاید برداشته شد. گفتم اونجا اینجوریه، اینجا ترامپ میگه حکم اعدام رو دوباره بیارین که هر کی این کارا میکنه ما اعدامش کنیم. این نمیفهمه، اون کسی که این کارو میکنه تو تازه اعدامش هم کنی، اون توی مغز خودش، توی کلوپ خودشون، توی باشگاه خودش شده قهرمان. در صورت این فیلم هم من براتون نشون میدم توی مردم تیوی، الانم روی فیسبوک میذارم، اگه خواستید ببینید. نوشتن این اطلاعات را می توانید به همزبانان نیز بفرستید. چشم، ما این کار را انجام میدیم. دوستان شما هم برای دیگران بفرستید که آگاه باشن و بتونن از حق و حقوق خودشون استفاده کنن. بذارید ببینم این هست یا نه. و اما آقای خوشنودی میگه که این رضا تنبل در جلسه فرشگرد یا گرد فرش رفته، چیزی نمونده روی میز کنفرانس بخوابه. بله عزیز من، کسی که هر روز و نهار سنگین میخوره و 2 ساعت میخوابه، وقتی میاد توی جلسه ای اونا همه نشستن، این آقا اولا کوتشو در آورده، خب حالا چند نفرم کوتشون در آوردن. بعد شما وقتی میشینی یه جایی وسط میز، نباید بیای خودتو بندازی رو میز و شکمت هم ماشاءالله اینجوری، و اون پشت سرش خانمه نشسته و اینا عکسش بهتون نشون میداده. ولی خیلی جالبه، من با یه نفر قرار داشتم که روز شنبه نهار بخورم، دیدم که خبری ازش نشد. براش نوشتم که به نظر میرسه مشغول هستی، حالا یه وقت دیگه این کار رو انجام بدیم، منم میرم به کارم میرسم. فرداش وقتی برای من یه چیزی فرستاد، نوشتم که خیلی خوشحالم که ازت خبری شد، یکم نگران شده بودم، چون تو این سن سالی که من و شما هستیم، استرس و ایست قلبی و ایست مغزی و تصادف و تو این کشت و کشتارهایی که آدم میبینه، مثلا روز شنبه و یه شنبه و اینها، آدم نگران میشه. و ایشون گفت نه آقا، ما رفته بودیم دیدن آقا رضا و اونجا که میری تلفنامونو ازمون میگیرن. شما باورتون میشه؟ آخه مرد ناحسابی آقا رضا تنبل، اگه شما حرفی داری توی این جلسات، چه چیز محرمانه ایه که اینا رو تلفنشون ازشون میگیری که مبادا کسی صداتو ضبط کنه، مبادا کسی تصویرتو ضبط کنه. مردک بشین اونجا مستقیم پخش کن، به مردمم بگو اونایی که نتونستین بیاین اینجا، اونایی که ما نتونستیم گوشتونو ببریم 500 دلار 1000 دلار راتون بدیم اینجا، من نظرم اینه، من حرفم اینه، من میخوام شما بیان تو باشگاه بیکارا اسم‌نویسی کنید. تلفن‌های اینا رو گرفتن. گفتم من اگه جای شما بودم تلفنم رو نمیدادم. این روزا که ممکنه یه جایی که میری بمب باشه، منفجر بشه، دیدید خیلی ها زیر آوار موندن، بعد چند روز همین سیگنال تلفن رو اینا آوردتشون بیرون. در هر صورت اینم توی شیراز میگفتن طرف 3 روز رفته کلادوزی، از کلادوزی پفو زدنش یاد گرفته. من گشتم دنبال این پیدا نکردم. کسی میدونه کلادوزی پفو زدن یعنی چی؟ واقعا همونه پفو؟ پفو میگفتن موقع کسی یه چیزی میخوره خندش میگیره پفو میزنه اینا. نمیدونم، در صورت چیزای زیادی هست که ما نمیدونیم. ممنونم از آقای ایران بومی، این لینکشونو گذاشتم اینجا، شما هم میخواین تماس بگیرید. و اما درباره رضا تنبل، بذارید من این عکس رو بهتون نشون بدم. 16 نوشتم اینجا و این عکس رو ببینید و بعد یه عکس دیگه بهتون نشون میدم از دروغگویی این آدما که نگاه کنید، این جلسه ای هست که آرزا کم مونده بره روی میز بخوابه، ایشونه با این شکمش اینجا و پشت سرش اون خانمه، اونای دیگه به جایی که بره عقبتر، حتی اگه شده از پشت سر اینا نگاه کنه به اون کسی که صحبت میکنه، خودشو پهن کرده رو میز، احتمالاً اینم مثل نوریزاده ممکنه چرت هم بزنه. ولی اون چیزی که مهمه اینه، شما نگاه کنید این عکس رو یه بار دیگه نگاه کنید به دقت. روی میز
نه پرچمی میبینی. حتی طرفداران رضا پهلوی شکایت کرده بودن که چرا جلوی این قهوه نذاشتن. احتمالا این میترسه کسی مسمومش کنه، قهوه اینجا رو نمیخوره. آقای زرابی نگران نباش، خیلی به این بی‌احترامی نشده. خب اصلا این قابل احترام نیست. حالا بیاین اینجا این عکس من بهتون نشون بدم، نگاه کنید همون عکسی رو که اونجا دیدید. حالا ببینید اینا وقتی میخوان، این آقای دادرس گذاشته. دوستان آقای دادرس نوشته هایی که مینویسه و اینها جالب هستن، چون یه مقداری با تحقیق این کارا رو انجام میده. و بله، چرا پرچم فتوشاپی گذاشتن؟ ببینید اینجا شما خبری از پرچم نیست، ولی اینجا اومدن پرچم گذاشتن. شما از خودتون سوال کنید چرا اینها پرچم فتوشاپی گذاشتن. بذارید من تماس بگیرم با آقای جلیل مرتضوی تا ببینیم چه خبر از ایران، تا ببینیم چه خبر از آمریکا. آیا ایشون هم با ما هم عقیده است و فکر میکنه که ممکنه این دوستان کلیمی بتونن جلوی ترامپ و این وحشی بازیشو بگیرن؟ ایداد بیداد، شماره تلفن آقای مرتضوی رو من فکر کردم اینجا توی یه تلفن جدید ایشون گرفته بود، فکر کردم توی چیزم گذاشتم توی تلفن همراه ولی نگذاشتم. حالا با اون شماره تلفنی که اینجا دارم تماس میگیرم. عجب، یکیش همه یکیش شادم، حالا همین باشه. بذارید ببینیم. خیلی زنگ میزنه ولی اون آقای مرتضوی، من اون شماره، همین شماره خوبه یا اون یکی رو بگیرم؟ الو الو، آخه از اون، آها الو، آها شما به من زنگ بزن، من میگیرم برات. مرسی عزیزم، خیلی ممنون از ایشون که من اون شماره قبلی رو دارم. ایشون لطف کرده به خاطر اینکه صدای اون یه دفعه قطع شد و فکر کنیم یا چارجر بوده یا میدونید رسپشن گیرنده قوی نداشتیم، ایشون لطف کرده یه تلفن لند لاین یا خط زمینی گرفته که من باید اون شماره رو به این تلفن میدادم، این کار رو انجام ندادم. بله نو بفرمایید. بله بله، مرسی عزیزم، بدون هیچ اتلاف وقتی شما از این بستون بزرگ و زیبا به ما بگو ببینیم چه خبر. آقا آمریکا یه روز 14 تا بم میفرستن، فردا 11 تا کلیمی رو میکشن توی محل به اصطلاح دعا و اینها. من گفتم امیدوارم این کلیمی ها زورشون برسه، فعلا گفتن پنسیلوانیا نیو تا بگی من غلط کردم و من جزء اون وایت نشنالیست نیستم، چون گفته بود نشنالیست. من ساکت میشم، شما بفرمایید که چه خبر از دنیا. اولا اجازه بدید که سلام کنم خدمت شما و دوستان بسیار خوبی که از هر طریق این برنامه را میبینن و میشنون. ببینید آقای سوربی، اگر به دوستای کلیمی اشاره بکنیم، میبینیم که در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت کلیمی ها که نزدیک 70%، بعضی ها میگن 68%، به آقای ترامپ رای ندادن. اینا عضو حزب دموکرات هم و به دموکرات ها رای میدن و همیشه هم با دموکرات ها راحت و راضی هستن، به خاطر اینکه دموکرات ها از اقلیت ها حمایت میکنه و دیدیم که در بسیاری از ایالت‌های مختلف و کلیمی‌های بسیار پولدار بیشتر به دموکرات‌ها کمک می‌کنند. ولی خب اونهایی که تو قسمت‌های تندرو و طرفدار اسرائیلن، اونها اومدن سراغ آقای ترامپ
و دلیلش هم به خاطر ضدیتش با ایرانه. البته اونها هم اول به خانم کلینتون بها دادن. یادتون باشه مثلا این آقای میلیاردر معروف صاحب قمارخونه ها و فاحشه خونه های معروف در لاس وگاس، شلدن ادلسون، این آقای شلدن ادلسون اول از تمام کاندیداهای ریاست جمهوری از حزب دموکرات، امین از حزب جمهوری خواه، همه اونا را پول داد سپورت کرد به جز آقای ترامپ. وقتی آقای ترامپ نامزد حزب شد و برنده شد، این آقای شلدن ادلسون با تمام پررویش یه مقاله نوشت در واشنگتن پست، گفت حالا که ایشون برنده شده و نامزد حزب ماست، ما باید ازش حمایت کنیم. $10 میلیون به آقای ترامپ برای انتخاباتش پول داد. و حتی اون روزی که آقای ترامپ از این برجام اومد بیرون، اون روز شلدن ادلسون باهاش نهار خود در کاخ سفید. اینا نمونه های کمی از کلیمی ها هستن که به قسمت تندرو و طرفدار حزب لیکود و نتنیاهو اینا هستن و اونها در حقیقت از اون واژه های نجات پرستی خاورمیانه و امریکا، یکی در اونجا و یکی هم در اینجا، یعنی میخوان که اون برتری رو حفظ کنن و این برتری رو فقط در ترامپ میبینن، چون ترامپ از اسرائیل حمایت میکنه. البته دموکرات هم همیشه از اسرائیل حمایت کردن، ولی دموکرات ها روش خودشونو دارن، وقتی اسرائیل اشتباه میکنه اونا رو هم همیشه گوشزد میکنه، همطور که آقای اوباما کرد. بنابراین ولی اونها روی این برنامه ریزی کردن که آقای ترامپ رو با اون پول کلانی که محمد ابن سلمان اینا داده بودن، اونا میخواستن که این اولین سفرشو بره عربستان، قراردادهای مهم اینا بنده، ولی میدونی که هیچ کدوم از اون قراردادها واقعا با ترامپ بسته نشده، اونها قبلا با آقای اوباما بسته شده. آقای اوباما قرارداد فروش اسلحه 110 میلیارد دلاری رو با عربستان به صرفا میخواسته که به اونا بگه آقا ایران با شما کاری نداره، ما این همه اسلحه به شما میدیم، میتونید از خودتون دفاع کنید، ولی این موضع ارتباط به شما نداره برجام. حالا آقای ترامپ سوار اون موج شد. ما دیدیم که آقای ترامپ چیزی که درخواست کرده بود و اونجا گفته بود که آقا عربستان سعودی میگه من به پادشاه گفتم و درستم میگه که آقا بدون حمایت ما شما 2 هفته بیشتر نمیتونید بر قدرت بمونید، و اونها قبول کردن که باید تمام مخارج سربازای امریکایی در سوریه رو بدن. یادتون باشه اون روزی که آقای پامپیو رفته بود عربستان سعودی، تا جریان آقای قاشقچی رو، مرگ آقای قاشقچی رو به اونا در میان بذاره، اون روز 100 میلیون دلار به حساب دولت امریکا ریختن. یعنی هم اینا گفتن ارتباطی نداره و 100% ارتباط داشت. ببین اون جریانه. ولی از این که یهودی ها و دوستان یهودی ما در امریکا اکثریت طرفدار آقای ترامپ نیستن، من دوستای کلمی زیاد دارم، ولی آقای مرتضوی بعضی هاشون هر دو جناح رو تقویت میکنن. دلیلش هم اینه که میگه وقتی برنده شد هر کدومش مجبورن که به ما چیز کنن. من نمیدونم اون برادران کوخ چیز هستن، کلمی هستن یا نیستن، اون هر دو طرف رو پول میده. دقیقا اون برادران کوخ کلمی نیستن تا اونجا که من میدونم، ولی اونا روی جمهوری خواها بیشتر سرمایه گذاری بکنن. مثلا اگر قراره که مثلا 3 میلیون دلار بده، 2 میلیونشو میده به جمهوری خواها، 1 میلیونشو به دموکرات ها، که اونا هم داشته باشن، چون برادران کوک تمام آرمان های برنامه ریزیش و کپیتالیستیش و اینا همه روی جمهوری خواه هاست، چون اونا معتقدن که هیچ مانعی برای سرمایه نباشه. یعنی اگر مملکت رو چاپ بکنن و اینا، یعنی چپاول بکنن، نباید کسی سوال بکنه و قوانین هم باید به نفع اونا باشه. حالا جالبه که اینو شما اشاره کردین. ببین یه نمونهش که دوستای ایرانی باید بسیار توجه بکنن،
اتمان اینه که همین امروز برنامه میبودی، همین این پسر است که کار مالی انجام میده، آقای انجلو طالبی. بله. انجلو طالبی میگه من دلیل این که از آقای ترامپ حمایت میکنم و هنوزم دوستش دارم و حتی A+ بهش میده، به خاطر این که میگه آقای ترامپ به مردم ایران میخواد کمک کنه. حالا من از این آقای ویشیواشی سرمایه گذاری به قول معروف انجلو طالبی میپرسم، آیا این تحریمایی که بر علیه مردم ایران پیاده میشه، مردم تا قحطی و بدبختی زندگی بکنن نتونن نون زن بچهشون رو به راحتی، حتی نون پنیر معمولیش پیدا کنن و تو سفرهشون بذارن، این چه کمکی هستش که آقای ترامپ به مردم ایران کرده که ما بیخبریم؟ میبودی هم چه باستابی میداد، میگو بله مردم باید بدونن اونجا بریزن تو خیابونها حمایت میشه، الان دیگه همه به اونها میپیوندن فلان. من میخوام به اینها بگم و دوستای ایرانی هم توجه بکنن، در طول تاریخ نشون داده شده هیچ وقت تحریم مردم رو به خیابونها نمیریزه، هیچ وقت تحریم روی مردم باعث دگرگونی حکومت ها نشده. اگر قحطی و بدبختی باعث انقلاب و دگرگونی بشه، پس ما باید هر روز تو آفریقا یه انقلاب ببینیم یا کشورهای جهان سوم دیگه، هرگز اتفاق نمیفته. و تحریم هم بیشترین ضررش روی مردم عادیه، مردمی که شکمش گرسنه است، صبح تا شب باید به فکر پیدا کردن یه لقمه نون پنیر برای زن و بچهش باشه، آیا اینها انگیزه خواهند داشت تو خیابونا بریزن؟ و چون میدونن که این تحریم از کجا داره میاد، آقای مرتضی آخرین تحریم ها راجع به عراق گفت که نسل بعدی 1 اینچ تا 2 اینچ قدشون کوتاه‌تره، در صورتی که همه شاهد بودیم بچه های خود صدام حسین هیچ کدومشون نه سیگار برگ کشیدنشون، نه اسلحه طلایی خریدنشون، نه 900 تا ماشین تو گاراژ داشتنشون، نه چی میگن اون لات بازی ها و قمار بازی هاشون، اینها کم شده بود. و اینی که شما میگید واقعا اینا افرادی هستن، بهتون گفتم این تلویزیون های کالیفرنیایی، حالا یه خانمی که یهودی هم هست، یه بار اون موقع که جمعیت ایران 70,000 نفر بود گفت که 70 میلیون نفر بود، گفت خب چی میشه حمله کنن 7 میلیون هم کشته بشه باز میشه 63 میلیون، ما ایران 30 میلیون بوده حالا 63 میلیون هم خودش خوبه. میدونید یعنی اینا اصلا توی دنیای دیگه هستن. متاسفانه آقای میبودی هم بالاخره با اینا میگرده و کمال همنشین در ایشون اثر کرد. بفرما. نه خب ببین، از آقای میبودی این سوال میکرد، بعض موقع شجره یک کمی حالا پولش کمه یا هرچی، مثلا یه ماه حقوقشو دیر میده، آقای میبودی اصلا میره قهر میکنه جواب تلفنش هم نمیده. خب یه نمونهش که خودش عکس العملشو ببین. و از طرف دیگه اینها آرزوشون اینه که مردم هم تو خیابون نریزن، بالاخره امریکا حمله میکنه و ایران میگیره میده دست اینها. ببین امریکا یه دو بار این کارو کرده، یه بار در افغانستان، یه بار در عراق. همین باید برایشون یه نمونه باشه. امریکایی که این همه خرج کرد، این همه کشته داد، این همه کشت، عراق هم گرفت، صدام حسین هم از ریاست جمهوری انداختش بیرون، ولی مقامات امریکایی هنوز هم که هنوز در عراق و افغانستان هیچ وقت با برنامه قبلی نمیتونن وارد عراق بشن، باید همیشه یواشکی باشه. بعد از اینکه از عراق اومدن بیرون میگن آره فلانی اومده بود از عراق رفت بیرون. یعنی میخوایم بگیم اینقدر ناامنه که اینها با این همه وسائل و امکانات و یه چند تا محیط، حتی بهش میگن سیف زون، باز نمیتونن از قبل اعلام کنن که وزیر امور خارجه یا وزیر دفاع میخواد فردا اونجا باشه، میره با سربازا یه نهاری میخوره بعد میگن اونجا بود، مثل اخبار هوای ایران. بفرمایید، گذشته رو میگن. دقیقاً. ببین یه نمونه دیگه، ببین امریکا بزرگترین سفارتخونه خارج از، یعنی بزرگترین سفارتخونه در دنیا مالی امریکا در عراقه که
که سیفتی زون و گرین زون و همه دست اونها. یکی از شکایت هایی که خیلی ها میکردن تو امریکا هم دوران بوش هم بود، میگه ما رفتیم عراق و اینا، هر هتلی زنگ میزنی به نجف و کلبلا یارو فارسی جواب میده. خب من به اینا توضیح میدادم که آقا نجف و کلبلا جز شیعه هاست، ایران اونجا این همه زائر داره، زوار داره، میرن آدم های باورمند. حالا ممکنه من شما باور نداشته باشیم ولی اونا اعتقادشونه، میرن اونجا، هتل هم دست اوناست، وقتی زنگ میزنن میبن یارو همزبانه، خب معلومه فارسی جواب میده. و از طرف دیگه وقتی اون موقع احمدی نژاد رفته بود توی کابینه دولت عراق سخنرانی میکرد، هیچکی گوشی نداشت، به خاطر اینکه همه فارسی بلد بودن و اینها تعجب کرده بودن که ای بابا ما نمیدونستیم اینا همه میگن بابا اینها چند سال تو ایران زندگی کردن، وقتی صدام حسین با اینها در افتاد فرار کردن در جنگ عراق، چون شیعه ها رو میکشت دیگه، و اونا تو ایران بودن، اینا هنوز نمیدونن. بعد اون موقع این دوستای ما نشستن تو کالیفرنیا، مردم رو تشویق میکنن بریزن خیابون، فکر میکنن مردم میریزه تو خیابون، حکومت رو میندازه، این همه کشت و کشتار. بعد به اینا میگن حالا بفهمید تشریف بیارید تو، حالا که شما ما رو تشویق کردید، این همه هم ویرانی به وجود اومد، قدمتون رو چش. همین یه نمونه از خود حرف این آقای انجلو طالبی که به نظر من مثل اون شرکت های مالی اعتباری داخل ایرانه که الان مال باخته ها در به در به دنبال پولشن، اینم فکرم یکی از ایناست. این اگه آدم موفقی بود چجوری چسبیده فقط به جامعه کوچیک ایران که بیاید پولتون از طریق مثلا به همه دادیو هم وقت میخره میده حرف میزنه ها. میگه که از وقتی که ترامپ اومده 10 تریلیون به ثروت امریکا اضافه شده. من بعد برای آقای انجلو میگم بابا شما یا وارد نیستی یا نمیخوای بگی یا تمام داستان دروغه، در صورت که خود امریکایی ها میگن ما آقا روزانه بیش از 1 میلیارد دلار بهره قرضهای امریکا رو داریم میدیم. امریکا کسب بودجه داره بدهکار بالای 24 تریلیون که فقط میتونه بهرهشو بده. اگر این که این همه داراییش اضافه شده که نباید همه بهره بده، از اون دارایی میتونه بدهکاریشو بده. البته آقای مرتضوی شما یه نکته ای رو یا نادیده گرفتی یا نشنیده، اون که ترامپ گفت که ما از قرض نمیترسیم، من قرض رو دوست دارم، برای که آخرش میگیم ما نداریم، پرداخت نمی کنیم. یعنی درست همون کاری که تو زندگی شخصیش انجام داده، یه عده دنبال اون هستن. ولی شما یه نکته ای رو خیلی قشنگ گفتی و زدی تو خال. دوستان از خودتون بپرسید، یه آدمی که تو آمریکا زندگی میکنه اگر توی این کارهای اقتصادی و مالی و اینها دانشی داره و بینشی داره که فردا رو میتونه ببینه، چجوری فقط چسبیده به پول شما و نمیتونه تو مارکت آمریکا موفق باشه؟ همین سوالی میشه که یه مقداری بیشتر فکر کنید وقتی که پولتون رو دست اینا میدید، چون همه اینا حتی اگه قولتون میدن 8% در سال، 20%، 50% در سال، اون پایین پایینش خیلی کوچولو نوشتن که ما مسئول نیستیم و اینا فقط کمیسیون میگیرن، شما رو میندازن تو دست اون شرکت‌های بزرگی که اونها به شما استاک مستاک میفروشن و خدا برسه به داد شما. بفرمایید آقای مرتضوی. ببینه تا قند یه نمونه خیلی بارزش هست که در همین جامعه، توی لس آنجلس یه شخصی بود در 670 AM چند سال پیش، نمیدونم 10 سال چقدر، نمیدونم اونم اسمش طالبی بود یا یه چیزی حالا نمیدونم با این نسبتی داره یا اصلا یه کسی دیگه بود. اون اومده بود از همین دوستای سلطنت طلبی شما که یه پول پله از ایران آورده بودن، بعد یه چیزی در حدودی فکر میکنم 25 میلیون دلار یا چقدر 75 تا لاسوت بوده، یعنی کراس سکشن لاسوت بوده. اینا اومدن پولاشون داده بودن که این بابا براشون این همه بهره میگیره، اله بله پولا رو خورد. این 75 نفر رفتن کلاس اکشن لاسود برای این آقا. این آقا در دادگاه کلاس اکشن لاسود یعنی دست جمعی، فکر کنم از 5 نفر اگه بیشتر باشن
میشه کلاس اکشن لاسود، میتونه یه وکیل به اصطلاح بره و ازشون دفاع کنه، اینجا بهش میگن کلاس اکشن لاسود. اونا 75 نفر بودن. دقیقا این آقا را بردن دادگاه فدرال، محکوم کردن. این آقا هنوز تو زندانه، از همکارای همین آقای انجلو طالبی بود دیگه، ایشون هنوز تو زندانه، ولی اون بدبخت ها پولشون رو باختند دیگه. وقتی یکی بره زندان برای تو چه فرقی میکنه؟ تو که پولتو باختی، پول حیف میل کرده بود، هزینه های شخصی فلان، خیلی چیزا دیگه. منظورم از گفتنی همه این صحبت ها اینه که این آدما میشینن برای مردمی که در داخل ایران این همه مشکلات دارن، هنوز اینا یه دونه راه حل براشون نگفتن که آقا شما الان در مضیقه هستید، چجوری میتونید از این مضیقه، از این بحران، از این گرفتاری مالی اقتصادی، کمبود، قحطی، تحریم، چجوری جان سالم به در برید، چی کار باید بکنید؟ هی میگن نه همه بریزید تو خیابون فلان. همین آقا رضای به قول اون همشهری شما شاهزاده رضا پهلوی، اینا و دوستان میگن که اولا ایشون با این آقای اسمش رامین ابن پرهام یا فرهام، از اون یعنی کمک فکری ایشون هسته، چون یادم میاد ایشون در برنامه میبودی فرقه تبهکار داد در ایران معرفی کرد، بعد از آن موقع تا حال این آقا رضا تو نوشته ها فرقه تبهکار میاد و زندان اونجوری که روی میز افتاده. آقای یه چیز سوربی، این پاش درد میکنه. یکی از دوستاش که اونجا بودن و اینا میگه آقا این پاش درد میکنه. البته آدم میفهمه، منم مدتی زیادی بود پام درد میگرد، دسک داشتم، خلاصه همه در سنی هستیم که خویشون هم همینطور. این پاش درد میکنه، حوصله‌ام نداره بعض موقع توی این میتینگ ها طولانی بشینه و میدونه که اینا نتیجه نداره. همین یک شنبه صبح هست برنامه پارس آقای نصر اسوانی هم که معرفی حضورتون هست، این میگه من نمیدونم چرا شاهزاده رضا پهلوی به چه دلیلی، حتما دلیل داره که نمیخواد زحمت رو بوفته بگیری. حالا من به اون آقای نصر اسوانی که سنی هم ازش گذشته میگم عزیز من، این میدونه، شماها نمیدونید. این میفهمه ادعای رهبری کردن و خودشو انداختن این برام بعد به جز دردسر برای چیزی نیست. اینم در سنی نیستش که الکی، این همینطوری یه چیزی میگه که شما ولش کنید و الا چطور نمیفهمه این همه آدم، این همه فراش باشی ها دورشن، همین فراشگران چیه، همه فراش باشی اونا هر کدوم ماشاءالله میگن استادن و فلانه و بین خداشو اینا نمیتونن یه جلسه درست حسابی را بندازن، وسط جلسه قهر میکنن. نمیگم این میگه اگه اون باشه من نیستم. الان من میخواستم بگم این پاش درد میکنه برای که میگم با پیرزاده دعوا شده، لگد زده به پیرزاده، احتمالا پاش در رفته خورده به در. آقای مرتضوی بیا یه مقداری از این ماجرای طالبی و خربوزه کالیفرنیا یا بیای بیرون، بریم سراغ ماجرای این آقای خاشقچی. هر روز داره جالبتر میشه. میگن این یکی از کسایی بوده که هم طرفدار مجاهدین بوده، هم حملات زیادی به ایران و طرز رفتار به اصطلاح حکومت ایران در خاورمیانه. و خیلی جالبه یه جایی، حالا من عکس رو میذارم، نوشته بود دلیلی که اینو کشتن که من نمیدونم، این بعضی ها با نادانیشون اینجوری قدرت میدن به آخوندا. بذارید این عکس من نشون بدم و نوشته رو بخونم، اگه شما دوست داشتی در این رابطه صحبت کنید. اینو آقایی به نام عبدی فاطمه یا خانمی به نام فاطمه عبدی گذاشته، نوشته این سخنان جمال خاشقجی باعث شد که گوش کنید که اطلاعات امنیت رژیم ایران در خاک ترکیه داخل سفارت عربستان دست به قتل وی بزنند. آخه ببینید دوستان، ببینید آقا شما خندیدی، من میخواستم بگم مرغ پخته هم میخنده ولی شما خندیدی دیگه هیچی. من این عکس رو نشون میدم، شما در باره این جایی که الان خود عربستان افتاده توی دیگ آب جوش و اردوغان هم داره اینا رو میدوشه و میگه که به ما جنازه نشون بدی. البته اون که کشته و مرده، دیدن جنازه این نیست، اون میخواد پول بیشتری بگیره. ولی شما ببینید اینایی که تو فیسبوک این چیزا رو می‌نویسن و نوار اینو پخش میکنن، بله یه نواری ازش هست، میگه دخالت ایران توی
توی میدل ایست، توی خاورمیانه، اینجور و اونجور. بعد اون میگه ایران باید پاشو بکشه کنار، عربستان سعودی خاورمیانه رو درست میکنه. یکی به این بگه خب همین عربستان سعودی بود که تویی که فامیلشون هم بودی کشتن، با اینجوری میخواد درست کنه، من ساکت میشم. ما امروز ساعت 3 با آقای امیر احمدی هستیم، دیگه چیزی نمیگم که شما از این 6 دقیقه حد اکثر استفاده رو بکنید. بفرمایید. خواهش میکنم. آقای امیر احمدی هم که رفته توی قسمت برانداز، حالا یه بحث دیگه راجع به صحبت. ببینید آقای صحبی، آقای قشوقی با مرگ خودش، یعنی عربستانی ها به خصوص محمد ابن بن سلمان، هرگز فکر نمی کرد که مرگ، یعنی کشتنشون در کنسولگری، اینقدر برش هزینه خواهد داشت. هنوزم بلکن نیستن. یه مقاله دیدم تو امریکا یکی از روزنامه ها نوشته بود که محمد ابن سلمان بس که به اینو پول داده بود، این فکر کرد که اینم مثل پوتین و کیم جانگ اون عمل کنه، ولی میگفت این نمیدونست که اونا اینقدر خر نبودن که تو کنسولگری خودشون بگیرن یکی از آدمای خودشونو بکشن. ببین، کسی که از این بابت فعلا تا اطلاع ثانوی پولی کلان گیرش اومده، یکی اسرائیله که من مقالش هم گذاشتم، خود جروسلم پست مقاله زده از قول حتی گالف نیوز خلیج فارس، نوشته که عربستان سعودی 250 میلیون دلار پول داد به اسرائیل و از اینها دستگاه های جاسوسی خرید. 250 میلیون دلار اون رو میتونه امریکا هم بخره، فقط صرفا باج داره میده. ضمناً دولت پاکستان که تقریبا ورشکسته است و مشکل دارن نظر اقتصادی، اونها اومدن گفتن که در مورد قاشقچی حرفایی که عربستان میزنه ما قبول داریم. همین نخست وزیر جدید آقای عمران رب به عربستان گفت ما وضعمون خراب، احتیاج به وام داریم. یه وام 6 میلیارد دلاری از عربستان گرفت، در صورتی که عربستان سعودی خودش هم کسب بودجه داره، چون پول کلانی در یمن هزینه آقا همش راجع به پوله، همش راجع به پوله. شما نظرت راجع به دیدار آقای نتانیاهو و همسرش از عمان سلطان قابوس چیه؟ دقیقا، نه تنها دیداری از سلطان قابوس، اونا به نظر من رفتن اونجا صحبت کرده، یه پیامی برای ایران فرستاده، چون میدونه که تنها کشور منطقه که با ایران خیلی رفیقه کشور عمانه. میدونه که مذاکرات سری آقای اوباما با ایران هم بر سر برجام در عمان شروع شد، پایتخت در مسقط شروع شد، پایتخت عمان. بنابراین اون ممکنه یه پیامی اونجا باشه که میخواد یه پیامی رد و بدل بکنن، اون یه موضوعش. ولی از طرف دیگه وزیر ورزش اسرائیل دیدارش از ابوظبی پایتخت امارات و دیدار این خانم از بزرگترین مسجد مسلمونا، یعنی سومین مسجد بزرگ بعد از مدینه و مکه، رفته اونجا و با لباس عربی کتاب یادداشت اونجا رو امضا کرده. بنابراین اسرائیلی ها یا یعنی عرب، اونایی که همه دوربر عربستان سعودی را گرفتن، اونجوری یه فشار رو ایران میذارن که آقا ما دیگه با اسرائیلی مخو. اونا میدونستن که تمام برنامه ریزی عربستان در اسرائیلی هست، اونا که اینقدر عرضه ندارن، چون خود 60 minutes چندین سال پیش گفت تمام heavy thinking and heavy work، یعنی هم از نظر فکری هم از نظر بدنی، در عربستان دست خارجی هست. خود عربستان که کاری نمیتونه بکنه، فقط اونا پول دارن و نفت، بقیه کارا اونجا. ولی با قتل عام کردن قاشوقی هرگز فکر نمیکردن که اینقدر مورد انزجار جامعه غربی قرار بگیرن، چون روزنامه ای نیستش که هر روز هنوز این مسئله قتل قاشوقی رو در کنسولگری عربستان مطرح نکنه. خود آقای اردوان هم این مسئله رو آنچنان توی هدلاین قرار داده، ولی خب میسین که آقای اردوغان یه اطلاعاتی داره و ایلا نمیتونست این گود با کامپیدن صحبت کنه که حتما وایر کرده بودن اون قسمت های ساختمون اینا، چون حتی نوارش رو گویا دادن به اون خانم رئیس
CIA که من بهش میگم اسهول، فامیلش هم مثل همه اسهوله، اون گوش داده بود. نمیدونم دیدین اون فیلمی رو که دقیقا خانم. و یه چیز دیگه هم، چون میدونی که CIA یه ارتباط نزدیک داره با اطلاعات ترکا، و CIA هم از این که اسرائیل اونجا زیاد دخالت کنه در اون امور زیاد خوشایند نیستن، واسه همینه که این صدا رو گذاشته بودن اون خانمه گوش کنه، ولی با آقای پامپیو نذاشته بودن گوش کنه. بنابراین CIA رفت که مطمئن بشه، بنابراین CIA نمیخواد اسرائیل اونجا یک کتاز باشه، هرچه باشه به هر حال CIA در رأس قدرته. بنابراین CIA شنید، حالا عربستان هم میدونه، واسه همینه دارن مذاکره میکنن با قول شما که چقدر به ترکا بدن که ترکا این مسئله رو مطرح نکنن. ولی به هر حال بازم رسیدیم به پول. ممنونم آقای مرتضوی، سعی میکنم هفته آینده بعد از برنامه شما بلافاصله با دوستان قرار نذارم تا با شما بیشتر کلکل کنیم، چون صحبت با شما موضوعات جدید و بیشتری رو باز میکنه، و امیدوارم که این تحریم های نوامبر اجرا نشه، قبلش هم آخونده هم افرادی که به اصطلاح تینگ تنگ هستن یک کاری کنن که مردم مخصوصا در ایام زمستان زجر و مصیبت کمتری بکشن. خیلی ممنون که با ما بودی. خواهشم، تشکر میکنم به تمام دوستا، آرزوی بهترینا تا برنامه بعد، خدا نگهدار. ممنونم. دوستان آقای مرتضوی رو روی فیسبوکشون میتونید به اصطلاح دنبال کنید و باهاشون باشید. این عکس فیسبوک هست، جلیل مرتضوی. خب بریم همین فکر کنم پنسیلوانیا باشه آقای امیر احمدی، هوشنگ امیر احمدی، پروفسور هوشنگ امیر احمدی. گویا من در برنامه قبلی گفتم خانم مونا یا آقای مونا، ایشون میگه که اون خانم نیست بلکه یک آقا از فرقه رجبی است. خب نمیدونم، ما توی فارسی کلمه اسم مونا برای خانم ها بود. دوستان عزیز، آقای هوشنگ امیر احمدی رو داریم، ضمن سلام به ایشون و تشکر از این که وقت خودشون رو دادن، میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم. آقا خیلی ممنون که با ما هستید. شما پنسیلوانیا هستید بله آقای امیر احمدی؟ من نیوجرسی. یادمه که یکی از این ایالتهای نزدیک با ما هستید، نشون میده خیلی وقت نیومدم اونجا، یادم رفته، باید بیام اونجا. بله بگید ببینیم که آقا اون وقتا یه شعری بود میگفت چه خبر از ایران، الان من و شما تو آمریکا هستیم، چه خبر از آمریکا، چه خبر از دنیا. ولی قبل از اینکه شروع کنید اجازه بدید من یه عذرخواهی به شما بده کارم، شاید چون شما هم گفتید یه مقداری من تند رفتم، من باید حرف دوستان رو گوش کنم، چون دشمنان که با ما دوستی ندارن ولی دوستان رو باید. من اون روز درباره برنامه های شما با آقای شهرام همایون شاید یا پیش قضاوتی کردم یا چون بینندگان ندیدن به نوعی من تنها به قاضی رفتم، و میگن وقتی که تنها بری قاضی برمیگردی راضی. در این موارد با هم صحبت میکنیم. شما چی فکر میکنید آمریکای امروز با آمریکایی که شما اومدید اینجا و این ماجرای ترامپ؟ این وریا میگن که تقصیر ترامپه، چون به اصطلاح این صحبت ها رو میکنه، یه افرادی که کم جنبه هستن، معمولا کم سوادن، زندگی هاشون هم نگاه کنید خیلی ناجوره، طرف 56 سالش تو ونش میخوابه، اون تابلو ماشینش اگه نگاه کنید، ما اینجا اگه یه ماشین یه چراغ نداشته باشه پلیس میگیره، میگیم بابا ما شب کار نمیکنیم، این فقط برای روزه. میگه نه، ولی این آقا با این تابلو همه جا میگشته، هیچ زنگ خطری به صدا در نیومده، تا بعد 14 تا بمب فرستاده، بعدم تندروا دست راستی ها میگفتن این بمب ها رو خود دموکرات ها فرستاده. با همه اینها این برنامه هرچی شما دوست داری از اوضاع و احوال بگید، مخصوصا چون داریم نزدیک میشیم به تحریم های ماه نوامبر. ضمناً روز کوروش رو هم به شما تبریک میگم. بفرمایید. خیلی متشکرم از این فرصت. روز کوروش و همه شما و بینندگانت هم مبارک باشه. عرض شد که همون شروع گفتی دیگه چه دنیا چه خبر، ما یه چیز دیگه هم پشت سرش میگیم. بعد از اینکه دو ساعتی در مورد دنیا صحبت میکنی، تازه طرف میپرسه دیگه چه خبر. نه فقط دنیا چه خبر که دیگه چه خبرش هم داریم.
خب دنیاست دیگه، خبر زیاده. اولین خبری رو که میخوام بدم مژده هست، من امروز ما تشکلی رو اعلام کردیم به نام آبان، اتحاد برای ایران نوین، که اطلاعیه مطبوعاتیش هم الان در جاهای مختلف اومده، در کیهان سلطنت طلبا، در گویا، در از طریق تلویزیون کانال یک و خیلی جاهای دیگه و کانال خودمون، کانال تلگرامی خودمونم اون ات آبان اورگ ABANORG ات آبان اورگ اینجا هستش. این به نظر من مهمتری خبریه که چرا نوروز رو رها کردید رفتید سراغ این؟ بله؟ چرا نوروز رو، بنیاد نوروز نه، یا تلویزیون نوروز بود شما لابد به خاطر وجه چی میگن شباهت با، چون شما یه مدت دنبال این بودید که تلویزیون نوروز رو را بندازید، درسته؟ یا روز نو یه چیزی اینجوری بود؟ بله بله نور آگر بله. عرض کنم که هنوزم هستم دنبال این که تلویزیون را بندازیم، ولی فعلا که فعلا گفتیم یه سازمانی درست کنیم، بعد ببینیم که چی میشه، بعد پشت سرش ما چیز درست میکنیم به اصطلاح یه تلویزیون، من یه برنامه تلویزیونی الان فکر میکنم فعلا که من با کانال یک دارم، هفته یک ساعت و این احتمالاً هفته دو ساعت خواهد شد، بعدش هم دیگه کانال های مختلف، حالا ببینیم چی میشه دیگه. خب چرا اسم این سازمان دانش اونجا بودید و لطف داشتید و چرا اسم این سازمان آبان هست آقای امیر احمدی؟ بله چرا اسم این سازمان آبان هست؟ ببین آبان مخفف اتحاد برای ایران نوین هست، این چهار کلمه اول اتحاد برای ایران به نوین میشه آبان. آها پس هیچ ربطی به تولد محمد رضا پهلوی نه ببین تصادفی بود دیگه. آبان اسم خیلی قشنگیه. بله میدونی اینه که به حال اتحاد برای ایران نوین شده همون آبان، ماه قشنگی هم هست، از اون گرما و اینها میریم به طرف زمستون، ولی واقعا اونایی که نقاشی اهل نقاشی هستن اینا میگن ماه معتدله، داله ماه خوبیه، نه سرد نه گرم خیلی، و خیلی چیزای دیگه هم داره. اون منیفست یا اعلامیه سازمانتون هم بفرستین، ما رو فیسبوک براتون میذارم. بله من خوشحال میشم، هم الان بعضی که با هم صحبت کردیم براتون ایمیل میکنم، توی چیز جای مختلف اومده. عرض کنم که این به نظر من مهمترین خبریه که من میتونستم بهتون بدم، و حالا در مورد ایران امریکا هم صحبت میکنم، ولی فعلا اجازه بدید چند دقیقه در مورد این تشکل صحبت بکنم. بگم که این همونجوری که از اسمش پیداست، هدفش ساختن یه ایران نوینه بر مبنای یه ایده به نام ملت‌گرایی، که تصادفاً در تلویزیون خود شما هم دو سال پیش خیلی با دقت و وسیع توضیح دادم، ولی خب حالا تا از اون موقع تا الان این ایده خیلی خوب پخته شده و این ایده میشه مبنای به اصطلاح این تشکل. و ببینید اصولا کشورها رو ایده ها میسازن، مخصوصا که ایده های نو میسازن. ما توی ایران چندین ایده داشتیم که متاسفانه هیچ کدومشون کارکرد با دوامی نداشتن، مثل ایرانگرایی، مثل اسلامگرایی، مثل ملیگرایی، مثل سوسیالیسم و اینا، و هر کدوم از اینا اومدن و تقلای کردن نشد. علت ملتگرایی یه ایده دیگریه. ببین یه دلیلی که اون ایده ها کار نکردن، ایرانگرایی مثلا رضا شاه یا امیر کبیر، ملیگرایی مصدق یا مشروط خواهی، یکی دیگه بود لیبرالیسم غربی یا اسلامگرایی، اینا کار نکردن برای این بود که اینا یه بعدی بودن. مثلا ملیگراهای ایران دنبال سرزمینن، ایرانگراها دنبال تاریخ و فرهنگن، عرض کنم که اسلامگراها اصلا کاری با جغرافیا اصلا ندارن، دنبال امتن و از این حرفا دیگه. بنابراین ملت گرایی اومد همه اینا رو
این بعدهای مختلف ایران، بعد مردمی، جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی، دولتی، بین المللی، به اینا رو آورد درون یک فکر به نام ملتگرایی به مردم عرضه کرده و بر اساس اون هم این تشکل رو ساخته و یک برنامه عمل هم براش در اختیار مردم ایران گذاشته که روی الان همون تلگرام آبان به نام @@abanorg هستش. ما حقیقت چه بخوای، آبان یک سازمان که یه تشکیلاتیه که هدفش اول اینه که از این نظام مذهبی بگذره. ما اعتقاد داریم که نظام مذهبی شکست خورده، داره کشور رو به بیراهه میبره و ما یه ایران نو میخوایم، ایرانی که نظامش سکولار و دموکراتیک باشه، مقتدر باشه کشور و صلح‌طلب باشه، سرزمینش پاک و آباد باشه، فرهنگش غنی و شکوفا باشه، حکومتش و دولتش خانومند و منضبط باشن و بالاخره عضوی برابر و رفیع در جامعه جهانی باشه. این ارزش ها رو، این اصول رو ما قبول کردیم و بر اساس این ارزش های آزادی خواهی فردی و اجتماعی، استقلال طلبی، جهانگرایی، عدالت، مثلا اخلاق پروری، تبعیض ستیزی، خشونت گریزی و انتقام پرهیزی رو هم آوردیم و بر اساس اون اصول و این ارزش ها میخوایم یک ایران نو بسازیم. واقعیت هم اینه که بحران هایی که داخل کشور هست و کشور رو گرفته ادامه این حکومت مذهبی ها رو غیر ممکن میکنه و اینا باید برن و میرنم. و ما میخواستیم قبل از اینکه اینا برن ما فکر خوبی داشته باشیم برای کشور. میدونی واقعیت اینه که در حالی که مردم میخوان این حکومت بره ولی نمیخوان به هر قیمتی بره و همینجوری بره مثل 40 سال پیش، اینا به ایران بعد از گذار بیشتر الان دارن فکر میکنن و نگرانش هستن. ولی متاسفانه این نیروهایی که مخالف حکومت هستن دارن به ایران بعد از گذار جز شعاری فکر نمیکنن. همه میخوان دموکراسی و سکولار باشه و همه میخوان آزادی باشه و اینا، ولی هیچ کدومشون نیومدن بشینن یک برنامه عمل که چگونه میشه یک ایران به اصطلاح خوب ساخت و رومیز برای مردم نذاشتن. این تفاوت اصلی این تشکل آبان با بقیه است. ما یه عده آدم تکنوکرات هستیم که وارد این سیاست شدیم و میخوایم یک ایران نو رو در چارچوب اصولی تکنوکرات به فارسی چی بگیم؟ بسازیم. تکنوکرات بگیم، کاردان چی بگیم به فارسی؟ تکنوکرات میگم. کلمه تکنوکرات به فارسی چی بگیم؟ من الان اطلاعیه مطبوعاتی میگن فنسالار، میگن فنسالار، فنسالاران. بسیار فنسالاران هستن، یعنی کسانی هستن که فنی هن، فن بلدن. بله، یعنی کسی که میدونه دیگه، کاردان باشه. میگن کار رو بده به کاردان. بله. آقای امیر احمدی، وقتی شما یه کارشان ترجمه خوبیه. بله. وقتی شما یه تکنوکرات و کاردان هستیم، فکر میکنیم هستیم و فکر میکنیم هستیم برای اینکه تحصیلات داریم، کار کردیم، تجربه داریم و اومدیم میخوان این ایران نوین رو بر اساس اون ایده، بر اساس اون ارزش ها و اصول، ولی در چارچوب فکر تکنوکراتیکی که در دنیا کار کرده و میکنه بسازید. خب اجازه بدید من یه سوال از شما بکنم. الان این اطلاعیه مطبوعاتیتون رو من دارم نشون میدم، روی صفحه فیسبوکتون هم هست، صفحه فیسبوکتون هم به اسم خودتون دوستان هوشنگ امیر احمدی. یه سوالی، شما تا یک سازمانی یا یک بنیادی رو، چون گفتید ارگ، من به عنوان ارگانیزیشن و سازمان ازش اسم میبرم، راه میندازید، یعنی یه جورایی به مردم نمیگید که من هیچ کدام از این سازمان‌های موجود رو قبول ندارم، به همین خاطر تصمیم گرفتیم که این سازمان جدید رو راه بندازیم؟ نه، من اینجوری نیست. ببین، این همونجوری که اسمش هم میگه، ما حزب نیستیم، یک گروه مشخصه. ما اتحاد برای اینم، یعنی ما یک گروهی هستیم که میخوایم ایرانی‌ها رو متحد کنیم. یکی از اهداف آبان
متحد کردن نیروهای مخالف نظام و حتی نیروهایی که درون نظام هستند ولی نمیخوان ادامه بدن هستیم. یعنی ما به هیچ وجه خودمون رو جانشین هیچ نیرویی که الان داره فعالیت میکنه نمیدونیم. ما همه نیروهایی که وجود دارن رو ما به عنوان نیروهایی که برای خودشون مستقل هستن قبول داریم. البته ما خطکشی هایی هم با نیروهایی که وابسته به خارج هستن، پول از خارج میگیرن، با استقلال و امنیت ایران بازی میکنن، با ما خطکشی خواهیم داشت و داریم. ولی خود شما آقای امیر احمدی با من قبلا صحبت میکردیم، میگفتید که کشورهایی که مثلا نه فقط کمک، یعنی با آمریکا نباشن، شما نگاه کنید هیچ جایی تو دنیا نیست که آسایش داشته باشن، ولی اونایی که با آمریکا بودن، وقتی میگیم با آمریکا، خود به خود این مسئله کمک یه جوری تو تصور آدم پشت مغز آدم. بله بفرمایید. نه ببین، ما از من تصادفا توی آبان میگیم که آبان یکی از اهدافش اینه که تمام ایرانیان داخل و خارج رو متحد کنه و از تمام دنیا، مردم دنیا، برای ساختن ایران نوین کمک بگیره. ما به روابط خوب بین همه مردم دنیا و کشورها اعتقاد داریم، به اعتقاد داریم ایران باید با همه کشورها دوست باشه، اصلا نباید دشمن داشته باشه. اما وابستگی، پول گرفتن، سرسپردگی و از طریق مثلا عربستان و نمیدونم اینا رفتن سر جمهوری اسلامی رو شکستن ما قبول نداریم. ما یک جنبش مستقل کاملا وابسته به مردم ایران هستیم. ما فقط از طریق قدرت مردمه که میخوایم این جریان رو پیش ببریم و کشور رو آزاد کنیم و بسازیم. و ما با هیچ نه انظر اقتصادی، نه انظر یعنی مالی، نه انظر تشکیلاتی، ما با هیچ کشوری کار نخواهیم کرد. ضمن این که با همه هم دوست، ما بخواهیم با همه دوست باشیم. ما خوب. از امریکا گرفته تا اسرائیل تا عربا، ما هیچ کس رو دشمن قبول نخواهیم داشت. اگر یک کشوری دشمن ماست، مشکل خودشه. ما اعلام میکنیم که دوست همه دنیا هستیم و هر کشوری بخواد با ما ارتباط داشته باشه و دوستی داشته باشه، ما استقبال میکنیم. اما اگر یک کشوری هم با ما دشمنه، مشکل خودشه و با دشمن هم مثل یه دشمن رفتار میشه. ولی ما با این فرض میریم و با این به اصطلاح پیشنهاد به دنیا میریم که ما با همتون دوستیم. خب من الان این قسمت اون پاراگراف برنامه عمل آبان برای دو وضعیت فوری و توسعه تهیه و در دو مرحله رو گذاشتم برای دوستان روی فیسبوک، بعد همه اینا رو میذاریم، بیشتر هم صحبت میکنیم تا هم تحلیل کنیم هم به نتیجه برسیم. آره فقط خواهش میکنم بگم که این یه اطلاعیه است، این فقط دو صفحه و نیمه. بیانیه که ازش صحبت کردم نزدیک به 10 صفحه است، بسیار دقیق نوشته شده و روی همین کانال تلگرام الان شورا هست. اون فقط روی کانال تلگرام چیز هستش. یعنی این اطلاعیه است، اون اساسنامه است. این اون در واقع اون اساس کار اونه. این یک خلاصه ای رو برای مطبوعات ما بیرون دادیم، در واقع این بیانیه مطبوعاتی مونه، ولی اون بیانیه اصلی تشکل حدود 10 صفحه است، روی کانال تلگرام تشکل هستش، آبان هستش، به نام همون چی کردم ادساین آبان.org. آقای امیرعبدی، اگه دوستان امروز اینو هر جایی یا تلویزیون کاریان یک ببینن یا روی تلگرام یا روی فیسبوک خود شما و با شور و هیجان بگن این پیشنهاد خوبیه، چقدر خوشحالم بالاخره یه سازمانی پیدا شد، اونایی که خارج هستن چجوری به پیوندن به این سازمان، اونایی که ایران هستن چجوری؟ ما یه دونه وبسایت تا دو سه روز آینده میسازیم، ولی تا همین چند ساعت آینده یه دونه ایمیل خواهیم داشت و اسمش هم هست info@ittehadiran.com ETHAD اتحاد ایران، همش یک کلمه است، .org. اینم آدرسش هم روی همین اعلامیه هستش.
خب من به شما همین الان میگم که ایمیل آره این ایمیل تا دو چند ساعت دیگه فعال میشه. بله. همه دوستانی که میخوان به ما بپیوندن اول عضو کانال بشن، چون ما عضویت کانال رو میبینیم کیان. بعد وقتی که اینا عضو کانال شدن ما فرم عضویت براشون اونجا میذاریم پر کنن. عضویت در کانال این چیز هم مجانیه و هم داوطلبه، هر کی بخواد عضو میشه، فرداش هم بخواد میره بیرون میره بیرون. ما هیچ چیز خاصی نداریم در بازه سیستم فلسفه اوپن دور. ولی این از طریق این ایمیل هم میتونن برای ما هم نظراتشون رو بفرستن و هم درخواست عضویت بکنن، ما حتما جواب میدیم و خوشحال میشیم. خب این فکر خوبیه، عضویت بازه. بله. و هر کس که این اساس کار رو، این فکر آبان رو قبول داره میتونه عضو باشه و هیچ کس نمیتونه جلوش بگیره. خب احتمالا یه عده‌ای از آخوندها و اونایی که بر خلاف شما هستن به صورت دوست و به صورت کسی که مایل هست میان تا اطلاعات شما رو جذب کنند. چه سیستمی در نظر گرفتید تا اونا رو فیلتر کنید؟ آره اولا که هر کس که بیاد عضو تلگرام یا ایمیل بفرسته این کاملا سکیور و امنه. ما یه تشکیلاتی درست کردیم، بهشون قول میدم که هیچ کس نمیتونه وارد اون میدون بشه، برای اینکه اصلا خود تلگرام هم همونجور که میدونید یکی از به اصطلاح امن‌ترین نتورک اجتماعی که وجود داره واقعا. و این هیچ مشکلی نخواهند داشت. بعدش هم ما میدونید راه های خودمون هم داریم، حالا من نمیخوام اینجا توضیح بدم که بفهمیم کی خوبه و کی بده و صادقه و اینا. ولی ما برحال اینجوری هم نیست که هر کی بیاد اونجا اسمشو بذاره و ایمیل بفرسته ما بگیم آره بفرما تو. ما به اصطلاح چیزهای خودمون هم انجام میدیم. بسیار ممنون آقای امیر احمد، امیدوارم که در این کار موفق باشید، در روزهای آینده بیشتر و بیشتر دوستان رو در اطلاع در جریان این اطلاعیه و اون اساسنامه قرار میدیم. ولی الان بیان یک نگاهی داشته باشید به تحریم‌های ماه نوامبر. شما بله. همیشه گفتید که تا دو سه ماه دیگه ایران صحبت میکنه، ولی به نظر میرسه که حتی شما هم ناامید شدید، یعنی انقدر این آخوندها دیگه به اصطلاح کارهای عجیب و غریب انجام دادن، دیگه شما هم هیچ امیدی به گفتگو بین ایران و آمریکا ندارید. فکر میکنید واقعا آمریکا این تحریم‌های نوامبر رو که عملی کنه به مردم فشار میاد یا به حکومت آخوندی؟ ببینید اولا من هنوزم شورای امریکاییان و ایرانیان رو دارم، شورا داره کار خودش رو میکنه. ما اعتقاد داریم کار شورا تکمیلی به کار تشکله، برای اینکه این تشکل هم به یه رابطه خوب بین ایران و امریکا اعتقاد داره و میخواد، مخالف تحریم این تشکل، مخالف دعواست و جنگ. ما انبنده که اینجا نشستم هنوزم مخالف تحریمم، مخالف دعوام، طرفدار صلح بین ایران و امریکا. اینو من از دست ندادم و تا ابدم روش خواهم وایستاد. اما در همین حال هم همونجوری که توی بیانیه میگیم، جمهوری اسلامی واقعا کشور را به جایی داره میبره که مشکل ایران و امریکا شده کوچکترین مشکلش. یعنی مسائل عدیده زیست محیطی کشور داره، اقتصادی داره، سیاسی داره، فرهنگی داره، اجتماعی داره و بین المللی که داریم صحبتشو میکنیم. خب تحریم ها رو معمولا حکومت ها به مردم منتقل میکنن. 12 سال روی صدام حسین تحریم گذاشت دنیا، 1.5 میلیون کودک عراقی یا کشته شد، مرد یا ناقص شد، ولی صدام حسین کاخاش اصاب و با طلا هم چیزاشو تزیین کرد، توالتاشو به اصطلاح. تحریم کسی را از بین نبرده. من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی را تحریم از بین نمیبره، بلکه خود مردم ایران این مشکلاتی که در داخل کشور هست از بین میبره. تحریم ها حدود 20% مشکلات این حکومت هست. 80% مشکل این حکومت مشکل ایدئولوژیک، مشکل مدیریت، مشکل عدم توجه به زندگی مردم، به توجه هرچی بخوای به خرافاته، حکومت خرافات شده.
به جایی که حکومت مردم و زندگیشون بشه. خب این حکومت دیگه مشکلش برای امریکا رفته. من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی در آخرین لحظه ها در یه جایی حتما به زانو در میاد، یعنی از با امریکا اون جام زهر رو آقای خامنه ای خواهد خورد، جای دیگه ای نداره، حتما خواهد خورد و با خودش هم سپاه رو و نیروهای دیگر هم زهر خواهد داد، اما خیلی دیر خواهد بود، متاسفانه خیلی دیر خواهد بود. به نظر من الان دیگه در وضعیتی هست این حکومت که چه با امریکا رابطه برقرار بکنه چه نکنه کمکی بهش نمیشه، تصادفا برعکس. الان من از خدا میخوام که ایران و امریکا رابطه برقرار کنن، حکومت مذاکره کنه، من هنوزم دنبال این کارم، اما اعتقاد دارم اگه این کارو بکنه به ضرر حکومت دیگه هستش، برای اینکه این حکومت واقعا دیگه نمیتونه از این رابطه سود ببره، این مردم دیگه نمیخوان، مردم دیگه نمیخوان، مسئلهشون دیگه رابطه ایران امریکا نیست، بس خیلی بدتر از اوناست. بسیار ممنون. نظر شما درباره این فلسفه تلویزیون‌های کالیفرنیایی مخصوصاً که باور دارن با شروع تحریم‌ها مردم عصبانی میشن و حکومت رو پایین میکشن چیه؟ ببینید، حتما یه عده عصبانی میشن. من فکر میکنم این اثر این تحریم‌ها یه مدت طول میکشه اتفاق بیفته. من فکر نمیکنم بعد فرض کنیم که وقتی که 5 نوامبر تحریما اعلام شد روز بعدش مردم تو خیابون بریزن یا هفته بعدش، نه. ببینید، یکی از مشکلاتی که مردم دارن اینه که طبقات متوسط هنوز از این نظام کم یا زیاد حمایت میکنن. این طبقه بسیار بدی شده تو ایران، این طبقه یه وقتی انقلابی بود، امروز این طبقه بسیار محافظه‌کار و ضد انقلاب شده. این توی اصلاح طلب هستش، غیر معتدل هستش، مردم عادی هستن. به هر حال این نیرو هنوزم چیزی داره بخوره، زندگی بدی نداره، کاراشو داره میکنه و هنوزم فکر میکنه این نظام براش بهتره، چون نگران نظام بعدی است. به تا وقتی که این نیرو جیبش خالی نشده به نظر من اتفاق زیادی نمیفته، اما اعتقاد دارم جیب این نیروی طبقه متوسط تا حد اکثر یک سال دیگه کلن خالیه. آقای امیرحمدی، آقای خلوتی از ایران میگه که ایران الان یکی از بالاترین ذخایر ارزی دنیا را داره، حمایت روسیه و چین و اتحادیه اروپا را هم داره، عمرن با آمریکا باج نمیدن. خب ببینید، ممکنه نتونه بده. به این مشکل الان ایران با امریکا فقط این نیست که امریکا تحریم میذاره. من اعتقاد دارم جو امریکایی‌ها برنامه‌های مفصل‌تری توی منطقه برای ایران دارن، یعنی فقط امریکا نیست، عربستان هستش، اسرائیل هست. ببین، جمهوری اسلامی ممکنه، امکانش زیاده که درگیری دعوا بشه حتی در منطقه، ولی میخوام بگم که این دوستمون آقای خلوتی داره به یک جریان فقط ارز نگاه میکنه. دنیا دنیا فقط ارز نیست، ایران فقط، مردم ایران ارز نمیخورن، مردم ایران دلار نمیخورن، مردم ایران غذا میخوان، ریال میخوان. به این ارز 100 میلیارد هیچی نیست. ببین، جمهوری اسلامی در این از زمان آقای احمدی نژاد تا امروز به طور متوسط بیش از 120,000 دلار تصور 120 میلیارد دلار درآمد ارزی هر سال داشته. و مثلا تو همین 6 سال گذشته آقای روحانی متوسط درآمد ارزی دولت چیزی در حدود 120 میلیارد دلار بوده. و دقیقا در همون زمان وضع مردم به اقتصاد کشور بد شده. یعنی نمیشه گفت که پس چون 100 میلیارد ارز داره بیمه است. نه خیر، اولا 100 میلیارد ارز در ظرف همین به نظر من 7-8 ماه 10 ماه آینده تموم میشه. و بعدش هم این ارز تا یک جایی میتونه پایین بیاد. یعنی اگه ارز ایران از 100 میلیارد بره به 40 میلیارد نمیتونه زندگی کنه با 40 میلیارد، برای اینکه نزدیک به 60-70 میلیارد دلار این حکومت واردات میخواد که اکثرشون واردات اساسی هستن، غذا و اینا و واردات برای صنایع. این واردات که
از بین بره، مردم قضا نداشته باشن، تورم بره بالا، بعدش هم صنایع همشون برشکستن، کار بیکاری زیاد میشه و غیره و اینا. یعنی میخوام بگم که جریان فقط چیز نیست، ارز نیست، مسئله خیلی وسیع‌تر از اینه. و بعدش هم این نیروی کشورهای دیگه هم که میگه دوره برای جمهوری اسلامی هستن، اروپا که هستن هیچ به اصطلاح به درد هیچی نمیخوره برای جمهوری اسلامی. چین هم که کشیده کنار، نفت نمیخواد بخره. روسیه هم خودش که نفت نمیخره، نفت تا بخوای داره فروشنده است، رو همون کارهای همیشگی رو کجدار مریض میکنه. بنابراین هیچ کدوم از این کشورها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم تره برای این حکومت دیگه خورد نمیکنن. بنابراین این حکومت داستان اون علی حوزش هست شده. ولی صحبت از این بود که روسیه نفت ایران رو میخره و میفروشه، هم از این بابت یه پولی گیرش میاد، هم اخوندها رو یه وقتی این کارو میکرد، الان ممکنه نتونه بکنه، برای اینکه با امریکا طرفه. ببین یاد باشه که امریکا داره میاد به روسا داره میگه اگه بخری تو تحریم منو شکوندی، منم فلان کارو باعث میکنم. الان کمپانی‌های امریکا مثل لوک اویل و اینا توی امریکا سرمایه‌های بزرگ دارن، اینا به هیچ وجه حاضر نخواهند بود که این بازار بزرگی رو که یواش یواش تو امریکا دارن به دست بیارن و از دست بدن. امریکایی‌ها هنوزم یک قدرت بزرگی هستن، یک پنجم اقتصاد دنیا دست ایناست. بسیار تعجب می‌کنن. و هم چین هم همین هفته پیش به چیز کرد، هند، چین، اینا همشون گذاشتن کنار رفتن، اصلا قبل از اینکه تحریم بیاد رفتن. بله. آقای خوشنودی از کالیفرنیا برای شما نوشتن که خوشحالم میبینم آقای امیر احمدی واقع بین شدند و صحبتهاشون قابل تحمل و تأمل است. آقای سعید کاووسی که خودشم چند مدتی توی تلویزیون برنامه داشت نوشته که به این آقا بگید ایرانی رو نمیشناسه. هیچ کدام از این تاریک دلان، ایشون به شما به جای روشن فکر میگه تاریک دلان، ایرانی رو نمیشناسن. آقای خلوتی در جواب شما گفته که من به عنوان یک منتقد حکومت عرض میکنم که آمریکا همیشه زیر بازی زده، زیر قولش زده، چطور میشه به آمریکا اطمینان کرد؟ بالفرض هم که بریم یه قرارداد ببندیم، فردا دوباره میشیم محور بحران. محور بحران همون آقای جورج بوش گفته بود. ضمناً آقای امیرحمدی یه توضیح برای مردم بدید، بعضیا نمیدونن این قراردادی که آقای اوباما بست چون اگزیکیتیو اوردر بود، همه میدونستن که فقط تا موقعی که اوباما رئیس جمهور هست این قرارداد چیز هست و اینم مثل رئیس جمهوری هم یه جوری مثل مرگه، وقتی اینا میرن بعضیاش قراردادا مثل شما اگه تعهدی داشته باشی با مرگ باطل میشه، اینا هم باطل میشه. به همین خاطر بود که ترامپ باید رینیو میکرد، یعنی تمدید یا تجدید، که اون کار رو انجام نداد. آقای برحب خوبیه. ببینید اولا در جواب آقای خلوتی، ببینید امریکا با کشورهای زیادی هم قرارداد بسته، معاهده بسته اینا و مونده پاشون. حالا چطوره که فقط زیر برجام زد، وای نستاد بر برجام؟ این باید واقعا بشنیدم سوال کنه از خودش. همون چی که خودت گفتی، برجام یک معاهده نبود، حتی یک قرارداد ملی برای امریکایی هم نبود، یعنی اصلا توی مجلس امریکا هم نگذشت، همینجوری سرهمش کردن مثل تو برزشت ایران که 20 دقیقه ثبتش کردن. بعدش هم این قرارداد اصلا دائمی نبود، هر از چنگاهی باید تجدید میشد در امریکا. بنابراین اصلا این قرارداد نبود. اصلا من نمیدونم جمهوری اسلامی چرا زیر بار این قرارداد رفت، چرا اینا امضا کرد. یعنی اصلا هیچ قرارداد به معنای دائمی نبود. آخه قرارداد دائمی که نمیان هر از چنگاهی دوباره رئیس جمهور بعدی یا قبلی یا همون رئیس جمهور دوباره اونو تجدید کنه، که قرارداد نمیشه که. بنابراین اصلا از اول، از ریشه، من ببینم روز اول مذاکره در مورد برجام مخالفت کرده با برجام، با این مذاکرات. دلیلش هم خیلی ساده است. برجام فقط اومد یک مشکل توی رابطه ایران آمریکا رو به نام غنی سازی رو اومد برداشت و بقیه رو همه رو گذاشت کنار به سر این مذاکره و به نتیجه رسید. واقعیت اینه که نمیشود. باید اینا یه مذاکره جامع با امریکا میکردن سر همه مسائل مشکلشون، به نتیجه میرسیدن، رابطه رو عادی میکردن. برن شما اومدی یه رابطه، یه قراردادی رو با امریکا بستی، بعد خود با خود امریکا
رابطه عادی نداری. آقا هیچ کسی این کارو میکنه؟ آقا هیچ آدم با شعوری میاد با یه کشوری دشمنی میکنه، بعد باش قرارداد امضا میکنه و بعد انتظار داره اون قرارداد بمونه؟ آقا این یعنی چی؟ تو میخوای قرارداد برجام بمونه بعد با امریکا رابطت عادی باشه؟ شب مردم جشن میگیرن تو خیابونا، جمعه مرگ بر آمریکا میگن و رو پرچم را میرن. اینم همین دیگه. ببین ما متاسفانه یه نیروی اونجا هستش که هر چیزی رو توجیه میکنه و اینم یکی از گرفتاری های کشور شده، میدونی؟ حالا اسمش اصلاح طلب، اعتدالی، مردم عادیه، نمیدونم، ولی هر چیزی رو توجیه میکنه. اصلا ما ایرونی ها اصلا نمیدونیم کجا داریم میریم، چه کار داریم میکنیم. آقای خلبتی میگه من مخالفم، ولی در این حال هم میگه با امریکا نمیشه، به امریکا نمیشه اعتماد کرد. خب معنیش اینه که ایشون آقای خلبتی داره گوش به حرف دولت میده، به حرف نظام میده. خب آقای یوسفی هم همینو میگه. چرا اتفاق میفته؟ ببینید آقای یوسفی هم میگه آمریکا 40 ساله ایران تحریم کرده، ضمناً آمریکا قراردادهای دیگر هم زیر پا گذاشته، ضمن اینکه ایشون نوشته این قرارداد در سازمان ملل تصویب شد، یعنی رسمیت گرفت. من بارها گفتم دوستان، سازمان ملل قدرت اجرایی نداره. اگه قدرت اجرایی داشت تمام این قطعنامه ها که به نام رزولوشن یکی پس از دیگری نوشته می شد باید اجرا می شد، باید نتیجهش اعلام می شد. میگن و حرف می زنن، می بندن دفتر رو می رن. یکی از دوستان هم به طعنه، فکر کنم همین آقای یوسفی باشه، نوشتن که خیلی خوب شد چند وقت بود که اپوزیسیون جدیدی، آها همیشونه، نشه جناب امیرعبدی مبارک، چند روز بود اپوزیسیون جدید شکل نگرفته بود، نگران بودم. ضمناً کل ذخیره ارزی بدون فروش نفت 2.5 سال برای 2.5 سال ایران کافیه بنا به گزارش صندوق جهانی پول. ضمن اینکه پریروز این ماجرای فرشگرد، فرش گرد، هر چی که بگید، اینها هم فعالیت میکنن. آیا از شما هم هیچ دعوتی شده که با اینها در جلساتشون باشید؟ نه، اولا من با کاری با فرش گرد ندارم. اونا هم برای خودشون دارن کار میکنن، ما هم داریم برای خودمون کار میکنیم. من خودم اپوزیشن به معنای سنتی نمیدونم. بنده یه آدمی هم، ببین مثلا اپوزیشن سنتی رابطه ایران امریکا رو نمیخواد، طرفدار تحریمه، از عربستان پول میگیره. شما اگر تعریف از اپوزیشن جمهوری اسلامی اونه، خب بنده نمیتونم اون باشم و نیستم. بنده میخوام یه ایران نو بسازم، یه فکر جدیدی دارم، اعتقاد دارم این نیروهای مذهبی، رهبرهای مذهبی باید برن و براشم یه برنامه مشخصی گفتم که باید چه کار بکنن. بنابراین اصلا یک فکر دیگریه، یعنی بحث این نیست که یه اپوزیشن جدید اومده سر کار، نه خیر، این اپوزیشن جدید نیست، یه فکر که بنده 40 ساله باش دارم کار میکنم. نکته دوم، ببین این 40 سالی که میگه امریکا داره زیرشو میزنه و تحریم میکنه، آره، ولی بی‌انصافی هم نکن. 40 ساله که ما تحریم میگیم، ما گروگان میگیریم، ما اینا رو تو لبنان میکشیم، ما اینا رو نمیدونم در فلان جا فلان میکنیم. آخه اینجوری هم نیست که. ببینید ما ایرونی ها باید واقع بین، ساده، واقع گرا و به اصطلاح درست فکر بکنیم. یعنی من طرفدار امریکا نیستم، خدا میدونه نیستم، ولی در این حال آدم واقع بینیم. من دارم میگم که امریکا رو باید اونجوری که هست دید، ایران هم اونجوری که هست، اعمال هر دو طرف رو دید. آره اونا اومدن کودتای 53 رو کردن، ما هم گروگان گرفتیم، انقلاب کردیم، فلان کردیم. باید ببینیم حالا سوای همه اینا واقعا باید ببینیم چه کار باید کرد. باید از گذشته بگذاریم، به آینده نگاه کنیم. ببین برای همینم آبان، تشکل آبان آینده رو نگاه میکنه و داره ایران نو میخواد بسازه. به هر حال میخوام بگم که اولا من با اون تعریفی که این آقایون از اپوزیشن دارن، مخالف دارن، من نیستم، برای اینکه اصلا یک جور دیگه فکر میکنم. دومم اعتقاد دارم، هنوزم اعتقاد دارم ایران و امریکا میتونن با هم دوست بشن، یا حداقل رابطهشون عادی کنن. و من بهتون قول میدم اگر فردا، همین فردا، شما رابطه ایران امریکا رو در اختیار بنده بذارید، بنده ظرف 100 روز این رابطه رو عادی میکنم. ولی به شرطی که در اختیار من بذارن، کلن کسی دخالت نکنه، و تعهدم میدم که در چارچوب منافع ملی مردم ایران این کار رو بکنم. ولی خب حکومت نمیخواد،
نمیخواد، همش داره بازی میکنه. الان هم این سرطان مشکل ایران امریکا تمام بدنشو گرفته و داره نابودش میکنه. بسیار ممنون. آقای زمانیان از ایران نوشته که ترامپ از قرارداد بین گورباچوف و ریگان از اون هم بیرون آمد و ترامپ چند تا قرارداد دیگه حتی صدای اروپایی ها هم در آورده بود و حتی با روسیه هم یه قراردادی رو به هم زد. البته ناگفته نماند ترامپ فقط اداشو در آورد، روسیه گفته بود که ما سالها بوده که اینو نمیخواستیم نه کاری باش داشتیم. آقای امیر احمدی، من با شما میتونم سالها صحبت کنم و این دوستان هم حرف برای گفتن زیاد دارن. اگه لطف کنید هر وقت وقت داشتید روی فیسبوک با دوستان یه مقداری بگید و صحبت کنید، یا اینکه واقعا یه اتاق پلتاک بود اون وقتا میگفتیم، یه چیز اینجوری داشته باشید. من نمیدونم شما تو تلویزیون های دیگه هم با دوستان اینجوری صحبت میکنید یا فقط به عنوان به صورت لکچر، یعنی مردم هم میتونن سوال کنن نظر بدن، یا فقط شما هستین و آقای شهرام همایون؟ بله تو تلویزیون شهرام همایون، من و شهرام همایون هستیم، ولی توی برنامه‌ای که دارم از هفته دیگه یا دو هفته دیگه دقیقا مطمئن نیستم، برای خودم در تلویزیون به عنوان برنامه آبان در کانال یک میذاریم، اون باز خواهد بود. یعنی یه نفر خواهم داشت که مثل آقای سربی اونو مدیریت میکنه، بنده به چند نفر از دوستان آبان جمع میشن و اونورم نیروهای دیگه و تبادل نظر خواهد. این اگه همون استودیوی باشه که من چند سال پیش چراغش روشن کردم، فکر کنم من آدرسش از همه بهتر بلدم. خواهش میکنم آقای امیر احمدی، خیلی ممنون. اون لینک برنامه ها رو هم اینجا توی فیسبوک میتونید بذارید، یا این روزا میگم انقدر جاهای مختلف میشه به اصطلاح به مردم دسترسی پیدا کرد که حرف و حساب نداره، ولی شما صحبت از تعریف ها کردید، مثلا درباره اپوزیسیون گفتید به معنای تعریف سنتی من اون اپوزیسیون نیستم. دوستی سوال کرده بود که توی تعریف هایی که ما میشناسیم، تندرو، لیبرال، اون یکی دیگه اصلاح طلب یا حتی اپوزیسیون، شما خودتون رو جز کدام یکی از اینا میدونید؟ ضمن این که ایشون نوشته بود چرا لیبرال ها ترسو هستن. این کلمه ترسو هم بد جوری جا افتاده توی ما. هر کسی که لیبرال ها خود یه وقتی خیلی شجاع بودن، انقلاب مشروطیت رو لیبرال ها کردن، انقلاب فرانسه رو لیبرال ها کردن، ولی خب دیگه عوض شدن دیگه، میدونی یواش یواش ایده ها عوض میشن، طرفداراشون سوسول میشن، به هر حال یک جریان دیگری. اما در مورد خودم بگم، ببینید من خودم همیشه یه آدم سوشال دموکرات ملی بودم، یه آدمی هم که به سوشال دموکراسی ملی اعتقاد داشتم، هنوزم هستم. به این جریان تشکل آبان بر اساس نظریه ملتگرایی اومده که این ملتگرایی همونجی که عرض کردم یک سنتسیزیه، یک ترکیبیه از دیدگاه‌هایی که تا الان توی ایران مطرح بوده، اما ورای اونا میره به یک چارچوب فکری که به نظر من جدید هست و چند بعدی هست میرسه. و بنابراین ما در واقع ملتگراها میگم آدمایی هستن که در راه اعتلاء کشورشون، در راه شاد کردن مردمشون، دموکرات کردن مردمشون، آباد کردن سرزمینشون، شکوفا کردن جغرافی تمدنشون، فرهنگشون، تاریخشون و برتری به یک جایگاه ترفیع در جهان، به اصطلاح تمیز کردن محیط زیستشون برای دموکراسی و حقوق بشر، اینا کار میکنن. یعنی ما یه نیروی هستیم که میتونی بگی ملی هستیم، ملتگرا هستیم، عرض کنم که در عین حال هم لیبرال هستیم، دموکرات هستیم. یعنی ما تمام این ایده ها رو به تنهایی قبول نداریم. من فکر کنم یکی از مشکلات ایران هم همین بوده که هر کی اومد یک بخش از بعد ایران رو گرفت و با اون رفت ایده ساخت، بعدهای دیگر رو قبول نکرد، بعد اون طرفدارای بودای دیگه اومدن با اینا به دعوا رسیدن
به هم ریخت. یکی میگفت من طرفدار جغرافیام، اون یکی میگفت من طرفدار امتم، مثلا میگم. یکی دیگه میگفت من طرفدار تاریخ ایرانم، کوروش و اینا. من میگم نه، لازم نیست شما بگی من طرفدار اینم یا اونم. شما میتونی طرفدار همه باشی، چرا که نه. تو طرفدار مردم باید باشی، تو طرفدار جغرافیا باید باشی، تو طرفدار فرهنگ باید باشی. یعنی چی؟ تو باید طرفدار یک رابطه خوب با دنیا باشی. ما که لازم نیست که اینجا خودمونو هی جدا کنیم. یه عده سوسیالیستا میدونید میگفتن ما طرفدار امریکا نیستیم، همین الان هم نیروهای زیادی هستن به هر شکلی میخوان ضدیت با امریکا رو، فرهنگ ضدیت با امریکا رو، مثل همون جوان زبان جنگ سرد تو ایران حفظ کنن. میدونید جهانگرا هستن، نمیدونم از این حرفا. میخوام بگم که یکی از بنده دیگه اینجا حاضر نیستم خودم رو بگم یک اینو میخوام یا اونو میخوام. بنده نه، همه رو میخوام. بنده یه آدمی سوسیال دموکرات ملی هستم که اعتقاد دارم مردم ایران باید شاد بشن، جغرافیاش باید آباد باشه، سرزمینش فرهنگش باید پویا بشه، تاریخش باید ماندگار بشه، روابط بین‌المللی مون خوب باشه، دولتش باید منضبط و قانونی و مشروع بشه. و با این مجموعه رو ما بهش میگیم ملتگرایی. و کسی که اینا رو قبول داره اینا میگیم ملتگرا. بنابراین بنده الان در خدمتتون که هستم یک سوسیال دموکرات ملی ملتگرا هستم. ملتگرا یعنی کسی که به این چیزایی که عرض کردم اعتقاد داره. ما دوست داریم که ایرونی ها برن تو این خط. من میخوام ایرونی ها بیان بگن نگن ما لیبرالیم، ما دموکراتیم، ما ملی هستیم، ما ایرانگرا هستیم. من میخوام ایرونی ها بیان توی آبان بگن آقا ما همه اینا هستیم، ما ایرانگرا هستیم، ملیگرا هستیم، ما وطن پرست هستیم، ما رابطه با دنیا رو میخوایم. میدونید یعنی دلیل نداره ما بخوایم فقط روی یک بعد از ایران خودمونو چیز کنیم، محدود کنیم. بله، به روایتی میشه بگیم بقالی ها رو باید کنار گذاشت و سوپرمارکت بزرگی داشته باشیم. دقیقاً، ما یه سوپرمارکتیم به جایی که یه بقالی سر کوچه باشه. آقای نیکدل برای شما نوشته که جناب امیر احمدی، شهرام همایون خیلی از رضا پهلوی کاردانتر و با فراست تره. که البته اینجا ما صحبت از کی کاردانه کی نیست نیست، اگه روزی جای استخدام باشه خب میپرسن. ممکنه آقای شهرام همایون تو کارهای مطبوعاتی کاردان باشه، خب آقای امیر احمدی الان کارهای مطبوعاتی و میدیا رو به آقای همایون سپرده و این خوبه که اتفاقا همون چیزی که ایشون گفت تکنوکرات یا فنسالار بگردیم کار رو به کاردان بدیم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. بعدا با شما صحبت میکنیم که اگه بشه اون برنامه هاتون رو هم در تلویزیون مردم روزانه نشون بدیم. میدونم که تلویزیون کار حتما خواهیم. بسیار ممنونم که با ما بودید. خیلی متشکرم. بازم برای همه شنوندگان و بینندگان سلام دارم، تشکر میکنم که همکاری همراهی کردن. خیلی ممنون، مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیر احمدی بودیم از نیوجرسی و ایشون من سالهاست که میدونم توی این دانشگاه نیوجرسی هستند و درس میدن و اونجا اصلا دفتری دارن و رفتم من اونجا و امیدوارم اونایی که میخوان کاری انجام بدن بیان جلو، چون ما تا امروز دیدیم هر کسی که آمده گفته من که نمیخوام کاری بشم. منم هی فریاد میزنم میگم بابا تو آمریکا کسی که نمیخواد کاری بشه نمیاد تبلیغ تلویزیون، نمیاد تو برنامه ها. اونی که میخواد کاری بشه میاد. اونایی هم که میخوان بهش رای بدن یقش رو میگیرن. مثلا خود من در همین چند دقیقه‌ای که کمتر از یک ساعت با آقای امیر احمدی صحبت کردم اشکالایی میبینم تو این شرکت، تو این سازمان. شما نباید اسم شرکت سازمان تو بذاری آبان، بعد مردم میگن آبان کجاست، بگی برو در اتحاد ملی اینفو، اتحادم که دوتا تی داره تشدید داره، بگی یادت باشه ها با یه تی بذار. من نمیدونم چرا این دوستان قبل از این که اینا رو عنوان کنن، میبینید هر کدومشون که میان میگه تا چند روز دیگه، در صورت که شما نگاه کنید سازمان آمریکایی وقتی اولین آگهیشون میاد
ایمیلشون درسته، وبسایتشون درسته، تلگرامشون درسته، نمیدونم اینستاگرامشون درسته، وبسایتشون درسته، فیسبوکشون درسته. ما اشکال داریم، ما در تأسیس و اینجا میگن حالا کارهای فاندیشن و اینا سازم چی میگن، کارهای بنیادی اشکال داریم. دلیلش هم اینی که بلد نیستیم، بلد نبودن گناه نیست، ولی حالا که امکان داره نریم یاد بگیریم، اون به نظر من گناه بزرگیه. شما تا گفتید اتا آبان ارگ، من فکر کردم آبان نقطه ارگ، حالا دوستان میرن آبان دات ارگ رو میخرن، بعد به آقای امیر احمدی میگن $100,000 بده تا ما دات ارگ رو بدیم، اونم میری میگه آقا میذارم آبان 1357 بازش میکنه. در هر صورت به نظر من شما باید کارا رو وقتی میخواین انجام بدید با یک نفر دیگه مشورت کنید. مشکل اینجاست که بعضی وقتا با یکی تا مشورت میکنن، خود اون کاغذها رو یک کپی میگیره، اون میگه من اینجا رو باز کردم. و دیدید دیگه این دوستمون آقای یوسفی به طعنه نوشت خیلی خوب شد، چند روزی بود که ما اپوزیسیون جدید نداشتیم. من منتظر این بودم که آقای امیر احمدی برای ما توضیح بده که قبلا خودشون رو اصلاح طلب میدونستن، الان لیبرال میدونن یا اپوزیسیون میدونن، که این تعریف ها هم یه مقداری مشکل توی سیستم ایران. چون شما تا بگی من اصلاح طلبم، در صورت که من بارها گفتم کلمه اصلاح طلب چیز بدی نیست. اصلاح طلب اگه شما نبودی هنوز با ژیان و پیکان رانندگی میکردی، نه ماشین های کولردار و اتوماتیک. اصلاح طلب اگه نبودی هنوز رو سنگ و نخاله میخوابیدی، نه روی دوشکی که برات گرما و سرما رو تنظیم میکنه، پاتو میبره بالا، سرتو میاره بالا، نمیدونم ماساژت میده. پس شما اصلاح طلب هستی. چیزی که هست، یه عده اسم اصلاح طلبی رو بد کردن. یه نفر پیام گذاشته، ببینیم پیامه در رابطه با چی هست، پخشش میکنیم و ببینیم. 34 ثانیه. آقای سوربی، ارادتمندم. برنامه زنده شما یک هفته یه که قابل استفاده نیست، مرتب قطع میشه. نمیدونم که شما خودتون حتما متوجه شدید، امکان داره که ویروسی هم در کار باشه در کارتون. خیلی جالبه، ما ایرانی ها به خدا رقیب نداریم. یعنی این دوست ما امکان نداره فکر کنه که شاید سیستم خودش، و به خودش بگه خب اگر سیستم سوربی این اشکالو داشت، روزی 100 نفر اقلا زنگ میزدن، از این 7 بیننده روزی 6 نفرش شکایت میکرد. دوست عزیز، اون سیستم تلفن رو من بعضی وقتا یادم میره روشن نمیکنم، اونو قبول دارم، ولی این سیستم شما اگه تو یوتیوب مثلا میبینی بندویت زیاد میخواد، دوستان این بندویت پهنای باند، توی فارسی بهش گفتن پهنای باند، یادتونه روی باند متوسط شماره رو میدادن. این اینترنتی که شما داری این روزا، الان شما سخت میتونی بری یک کامپیوتر بخری که با سیم بتونی وصلش کنی با مودمت که بیشترین سرعت رو بگیری. مودمی که به شما میفروشه میگه بله 300 مگابیت پر سکند، وقتی میزنیش امتحان کن با سیم بهت 100 هم نمیده. ما سیستمی که داریم مال کمرشاله، اینجا گارانتیه که مثلا 300 که میگه 300 بده. مال ما یه مدتی تا 1000 رفته بود، بعد دیدیم بابا هی داریم پول بی خود میدیم، ما انقدر احتیاج نداریم، الان آوردیمش رو 300. شما برو عزیز من، اولا یادت باشه همون جوری که خودمون اون وقتا هفته یه بار میرفتیم حمام، حالا هر روز اگه دوش نگیریم یه بار یا دو بار فکر میکنیم یه بلای آسمانی اومده. شما لیف و صابون رو فراموش نکن، این مودم و راوتر تو خاموش روشن، حالا شبیه یه بار، روزی یه بار، نه هفته یه بار، هر ساعتی که فکر میکنی کمتر دور بر کامپیوتر و تلویزیون و بچت بازی و اینها، نه بچه بازی ها، بچتون بازی نمیکنه، راوترتون رو خاموش کنین، مودمتون رو خاموش کنین، 10 ثانیه بعد روشن کنین، لیف و صابون زده از حمام میاد بیرون، تو این فاصله هم شما یه چایی بخورید.
بعد میبینید که چقدر درست میشه و تغییر. به خدا تو ایران ما یه ساختمون که میخوایم بفروشیم، اول متخصص رسانه میگیریم و سایت میزنیم، بعد اعلام فروش میکنیم. حالا این دوستان چطور میخوان برای ما نسخه بپیچند بدون اینکه وسائل دارم؟ آقا این خلوتی شیرازیه، برو روبرو آینه، تو آینه خودت یه بوس گنده. دیدم ایرانی ها سه تا ماچ چلفتنی همی چسبونن به هم. از خودت بکن. این آقای هست به نام دکتر کاظم رنجبر، توی پاریس هست، حرف خیلی قشنگی میزد. میگه آقا هی میان میگن که این بچه شاه بوده، ما میخوایم ایرانو بدیم دست این آقا. این نه باباش نه در بزرگش کشورداری نتونستن انجام بدن. خب حالا شما میدی دست این، من یه سوالی ازت دارم، حاضری کلید خونتو بدی دست این؟ نه. میگه آقا ما 100 متر میخوایم خونه بسازیم، اول میریم با فامیلامون که قبل از ما خونه ساختن از کدوم معمار استفاده کردن، از کدوم آرشیتکت استفاده کردن، چه نقشه ای خوبه، چه مساله ای خوبه، کی خوبه، کجا خوبه، ولی ایرانو میخوان بسازیم همجوری میدیم دست هر کسی از راه رسید. تجربه شو دیدید الان راجب آقای همایون بود، دیدید الان راجب تلویزیون و برنامه بود. خب اینا باید برن دنبال متخصص. بله متخصص بعضی وقتا گرونه، ولی یه دوستی دارم تو آلمان، آقای کاظم صدیقی، میگفت سربی جان نون و پنیر با خرج دکتر گرونتر از چلو کباب و بوغلمون اینا در میاد، که حالا فهمیدیم چلو کباب و بوغلمون است که شما رو نقرس و مرض کلسترول میده و نون و پنیر تازه یه نوعی از همش ساده تر و اینها است. ممنونم از یکایک شما دوستانی که اینجا بودید و این کل برنامه ما همین هست. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی از تگزاس خواهیم بود. روزای دوشنبه خیلی روزای سنگینیه برای من. من دوشنبه ها میفهمم که پیر شدم، چون اون وقتا 8 ساعت 9 ساعت برنامه های مختلف، جنگ و جدل، گفت و شنود، تلفن، خسته نمیشدیم. ولی الان 5 ساعت برنامه که میخوام اجرا کنم، انگار که چی میگه سهراب سپهری میگه یا کیه شعر گفته، چگونه تعریف کنم، چگونه بگویم عمق خستگیم را، انگار کوهکن بودم. شاید سهراب سپهری نباشه. ایران در انتظار تحریم های بیشتر، چه خبر از ایران؟ دکتر زنوسی زمستان از گرسنگان را دریابیم. اجازه بدید یه بار دیگه من شماره حساب ایشون رو نشون بدم. برای دوستانی که به من قبلا تماس گرفته بودن، گفته بودن که آقای سوربی ما میخوایم کمک کنیم ولی شما حساب تو ایران ندارید، از طرف من به این بانک کمک کنید، ولی بنویسید که سوربی من اینقدر به این بانک کمک کردم تا من اونو با خانم زنوسی نشون بدم، بگم بابا بینندای ما هم اینجوری هستن، ماشاءالله بی حال نیستن، نمیگن فقط چراغ رو خاموش کنید و تو ایران انقلاب میشه. بانک ملی ایران و حتما میبینید دیگه، اگه نه شماره رو براتون میخونم: 60 37 99 18 98 25 14 20. تاریخ انقضا 7 1398. یه چیزی هم نوشته CVV2 مساوی است با 1692. من نمیدونم حالا، البته پیداست، حالا با همسامه چی میخوام ایراد بگیریم، چرا یه رنگش روشنتر تو بگران نیذاشتن یا نوشته ها رو با رنگ روشن اینجا ننوشتن. در هر صورت اگر اون کار انجام میدادن، ممکن بود ما در ایرانی بودن بانک ملی شک کنیم. و اما الجزیره باور داره که این تلویزیون الجزیره، شکست سنگین آمریکا از ایران در عراق، اینو نوشته بودم که بگم نشد. اون روزی که از دوستان ما تصمیم گرفته بره ایران، گوه آقا من با شما یه مصاحبه انجام دادم، اگه میشه اینو برای من پاکش کنید. من گفتم والا تاریخشو بفرست. بعدم ما که اینجا به اون میگن مأمور جمهوری اسلامی هستیم، حالا شما میخوای بری ایران میترسی که تو تلویزیون ضد انقلاب بودی، شکار کنیم ما. ولی نگاه کنید دوستان، میخوام بهتون بگم که همه چیه میگن سرعت و ریل تایم اینجور و اونجور، و حتی چارلی چاپلین هم تو اون فیلمش شروع میکنه صحبت کردن که دنیا با سرعت پیش میره ولی ما آدم ها از هم دور میشیم.
این یوتیوب که جزوی یا قسمتی از گوگل هست و باید سریع‌ترین سرویس رو داشته باشه، من رفتم میگم آقا من که امروز به نام تلویزیون مردم و سوربی دارم برنامه میذارم، قبلا به نام مردم تیوی 2011 بوده، برای که فرق کنه با اون. گفته که خب اسم و فامیل و گفتیم بابا نداریم، یادمون نیست، پیر شدیم، موهای سفیدمون رو نگاه کن. گفته خب باشه، آدرس تو بفرست، ما برات پسورد میفرستیم، کلید یا رمز عبور. دوستان نگاه کنید، وقتی من آدرس رو فرستادم نوشته که ما با شما با این ایمیل تماس میگیریم، معمولا بین 3 تا 5 روز. به قول آمریکایی‌ها، can you believe it، شما اومدی میخوای یه کاری رو انجام بدی، این بهت میگه که حالا خیلی ممنون که به ما گفتی یادت رفته، 3 تا 5 روز بشین تا ما بهت خبر بدیم. اینم welcome to America، welcome to high tech era. high tech era یعنی این دوره و زمان تکنولوژی جدید. اجازه بدید ما از شما خداحافظی کنیم، نفسی بکشیم. گفتم یه دوستی گفت آقا چرا میگید جرعه آب بنوشم، ما میگیم آب بخوریم. آقا ما هیچ وقت هم برای آب خوردن نمیگیم جرعه آب بخورم. این 20 سال پیش وقتی من میرفتم رادیو اینجا، محمد علی میگفت دوستان عزیز به یک موزیک گوش کنید، ما هم جرعه آب بنوشیم و برگردیم. دیگه حالا آبی که نوشیدنه، شراب نوشیدنه، حالا ما میگیم نوشیدن، شما یقه ما رو گرفتی. البته این میگم یه دوستی بود، یکم هم لوس بود، گفت من از هندوستان آمدم و امروز از کراچی اومدم. حالا من نمیدونم هندوستان هم کراچی داره. در صورت سلامتی، خدا نگهدار. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی از همین کانال، از هر جایی ما میبینید، تو این فاصله لطف کنید مودم و راوترتون رو یه خاموش روشن کنید، دستشویی برید، چایی درست کنید، آبجوتون رو بیارید، عرقتون رو بیارید، اگه اهل تریاک هستید یه اینقدر تریاک و چایی هم با خودتون بیارید. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.